به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. افتخار داریم دوره چهارم کلاس اقتصاد خرد رو خدمت شما عزیزان آغاز کنیم و این افتخار بنده بود که در سه دوره اول اقتصاد خرد نصفی از کتاب اقتصاد خرد ارزشمند آقای منکیو و نصف کتاب اقتصاد خرد ارزشمند آقای کروگمن برنده جایزه نوبل رو ما با هم دیگه تمام کردیم. پس بنابر این ما یک بیسی رو چیدیم، یک پایه‌ای رو بنا کردیم که حالا می‌خوایم روی این پایه سقف بذاریم. ما ستون‌ها رو به خوبی خدمت شما ارائه دادیم، ستون‌ها رو به خوبی احداث کردیم. الان می‌خوایم برسیم به این که یک بنایی رو روی این ستون‌ها به وجود بیاوریم. و فصل 11 از اون فصل‌هایی که از ابتدا تا انتها هر مثالی که زده میشه بسیار مرتبط هست به زندگی روزمره ما و مبتلا به اقتصاد ایران هست و تفاوت‌های اقتصاد ایران و سایر کشور جهان رو همین فصل 11 به خوبی توضیح میده. اگر خاطرتون باشه در فصل اول وقتی ما در مورد بازارها صحبت کردیم، وقتی ما در مورد اصول اون در واقع 10 اصل علم اقتصاد خرد یا اقتصاد به طور کلی ما صحبت میکردیم، بعد یک جا گفتیم که در برخی اوقات ورود دولت موجب افزایش کارایی در اقتصاد میشه، موجب افزایش رفاه در اقتصاد میشه و این شاید اولین بار باشه. البته در فصل 10 هم یک مقدار در مورد وقتی آثار خارجی صحبت میکردیم، در مورد اکسترنالیتیز صحبت میکردیم، پازیتیو اکسترنالیتیز و نگتیو اکسترنالیتیز، اونجا هم شاید یک مقداری به نقش دولت ما پرداختیم، ولی برای اولین بار به طور خیلی جدی ما میخوایم نگاه کنیم که اگر در برخی از اوقات دولت حضور نداشته باشه در اقتصاد چگونه میتوانه واقعا یک اقتصاد به زانو در بیاد. اینجا میخوایم این مسائل رو خدمت شما توضیح بدیم. فصل 11 32 تا اسلاید ما داریم، شاید فصل کوتاه‌تری باشه از نظر زمانی، ولی برداشت بنده این هست که یکی از مهمترین فصولی هست که ما در تمام این شش دوره اقتصاد خردی که سه دوره در خدمت شما بودیم و سه دوره دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود، این فصل شاید مهمترین فصل باشه. خب بریم ببینیم در مورد چی می‌خوایم صحبت کنیم. ما می‌خوایم در مورد دو تا معضل اصلی در واقع اقتصاد صحبت کنیم، سیاست گذاری اقتصادی صحبت کنیم. خب اگر خاطرتون باشه دوره MBA که ما انشالله می‌خوایم برگزار کنیم و خدمت شما عزیزان خواهیم بود و الان بالاخره از اون 350 ساعت آموزش دوره اقتصاد خرد، دوره جامع اقتصاد خرد و دوره جامع اقتصاد کلان 240 ساعت از اون 350 ساعت رو پوشش میدهد و من اگر انشالله بتونم دو سه تا درس دیگر رو خدمت شما هماهنگ کنم، البته ممکنه زمانش کوتاه‌تر باشه از این دو تا درسی که تا حالا خدمت شما داشتیم، انشالله برداشتم این است که انشالله مدرک MBA سیاست گذاری اقتصادی رو انشالله تقدیم عزیزان خواهیم کرد. حتی در مورد مبلغ و اینها خدا را شکر یک توافقات خوبی انجام شده و من خیلی امیدوارم. اگر کاهلی بوده از جانب بنده بوده، من متاسفانه بسیار گرفتار هستم و نرسیدم که سیلابس رو تقدیم وزارت علوم بکنم. انشاءالله اگر فرصتی باشه به زودی این کار رو خواهم کرد، سیلابس رو در اختیار وزارت علوم قرار خواهم داد. یک سری درس اختیاری هم در نظر میگیرم که شاید برخی از افراد خواستن گرایش خاص رو در زمینه سیاست گذاری اقتصادی در واقع انتخاب کنن. اما اگر ما بخوایم یک MBA سیاست گذاری اقتصادی داشته باشیم، شاید مهمترین درسی که در این MBA سیاست گذاری اقتصادی باید ازش آگاه باشیم مباحث کالای عمومی و منابع مشترک، مباحثی که به سیاست گذاری جدی، به تنظیمگری جدی، تنظیمگری لغتی است که ما معادل ریگولیشن در نظر گرفتیم، به تنظیمگری جدی احتیاج داره، به مقررات گذاری جدی احتیاج داره. خب قبل از اینکه ما بخوایم ببینیم که کالای عمومی چیه، منابع مشترک چیه، ما الان میخوایم کالاها رو با هم دیگه تعریف کنیم و برای تعریف کالاها ما احتیاج به دو مبحث جدید داریم که من خدمت شما میخوام این دو مبحث رو توضیح بدم، هرچند که ترجمه‌ای که ما برای این دو مبحث در نظر گرفتیم هیچ کدوم از ترجمه ها حتی لغات انگلیسی هم خیلی خوب نمیتونه توضیح بده که مقصود ما چیست. بنابراین از شما تقاضا میکنم
توجه جدی بفرمایید. همین اسلاید اولی که ما داریم بررسی میکنیم تا آخر این فصل و حتی تا آخر کتاب ما به این اسلاید خیلی نیاز داریم. دو مفهوم جدید رو داریم خدمت شما ارائه میدیم که به احتمال خیلی زیاد شما در عمرتون قبلا نشنیدید این دو مفهوم رو، و ترکیب این دو مفهوم به ما چهار نوع کالا میده در اقتصاد که اگر شما تعریف این چهار نوع کالا رو بدانید بسیار به شما کمک میکنه در تحلیل شرایط اقتصادی و در تحلیل اینکه چرا بعضی وقتا اقتصادها خوب عمل نمی کنند. معضل در کجاست؟ قطعا شما در بسیاری از مواقع معضل رو میبینید، ولی شاید نتونید به درستی تحلیل کنید که چرا این مشکلات به وجود میاد. یک نمونه مشخصش در کشور ما بحران آب هست. چرا ما در کشورمون بحران آب داریم؟ یک نمونه مشخص دیگرش سطح پایین توسعه زیرساخت‌ها در کشور است. این مطلب خیلی عجیبیه. واقعا اگر یک خارجی به کشور ما بیاد تعجب میکنه. میگه ایرانی‌هایی که درون منازل خودشون انقدر با به صورت لاکچری دارن زندگی میکنن، انقدر رفاه بالایی ممکنه داخل منازلشون داشته باشن، چطور در زندگی عمومی تا این حد عقب افتادگی وجود داره؟ یعنی اینها با هم دیگه از نظر یک فرد خارجی، از نظر یک ناظر بیرونی خیلی عجیبه. و مسئله اصلی به همین دو مفهومی برمیگرده که من الان میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی که به عنوان excludability ما میشناسیم، excludable یا excludability. excludability یعنی چی؟ exclude کردن یعنی جدا کردن، مجزا کردن، تفکیک کردن، مستثنا کردن. شاید بهترین لغتی که در زبان فارسی من باسش پیدا کردم مستثنا کردن باشه. اگر دوستان عزیز لغتی با ریشه فارسی میتونید پیدا کنید که معنی مستثنا کردن رو بدهد، لطفاً برای من اینجا در چت بنویسید که خیلی به درد من میخوره. من وقتی اکسکلود از اکسکلود، اون وقت ما اکسکلودبل و اکسکلودبلیتی رو ما مد نظر قرار دادیم. حالا برای اکسکلودبلیتی خیلی جاها تمایز نوشید آقای اسخری. تمایز که اولا که فارسی نیست، همون عربیه. مستثنا کردن از تمایز به نظرم بهتره. اگر باز لغت دیگری از باریشه فارسی بفرمایید، من پیدا نکردم، من خیلی فکر کردم روش. این استثنا پذیری من گذاشتم. دوستان دیگه به عنوان تحت عنوان قابل مستثنا شدن یا خاصیت مستثنا شدن یا خاصیت مستثنا کردن این رو مطرح کردن. ما به جای قابل یا قابل مستثنا شدن، قابل مستثنا بودن، نه اصلا ناهمسان معنی نمیده، اصلا منظورمون این نیست. آقای کیخا ببینید منظورمون چیه. منظورمون اینه که آیا ما وقتی داریم این کالا رو میخوایم مصرف کنیم، آیا ما میتونیم بگیم که مثلا آقای کیخا حق نداره استفاده کنه، آقای مثلا وهابزاده حق داره استفاده کنه؟ آیا ما میتونیم مستثنا بکنیم افراد رو؟ شما تشریف میارید، من یک فروشگاه بستنی فروشی دارم. شما میپرسید بستنی چنده؟ میگم مثلا 20,000 تومان. آیا من میتونم انتخاب بکنم به چه کسی بستنی بدهم، به چه کسی بستنی ندهم؟ به نظر شما چطوره؟ میتونم انتخاب کنم؟ من تحت یک شرایطی، من به عنوان مالک اون کالا تحت یک شرایطی ممکنه بتوانم افراد رو مستثنا کنم از استفاده از این بستنی، درسته؟ بعضی وقتا نمیتوانم افراد رو مستثنا کنم از استفاده از یک کالای خاص یا از یک خدمت خاص. خب اکثر کالاها و خدمات در اقتصاد استثنا پذیر هستند، قابل مستثنا شدن هستند. من خیلی راحت میگم من مغازه بستنی فروشی دارم، خیریه که نیست که، دقت میفرمایید؟ خیریه برون رانی رو نمیدونم، بازم این رو نمیده. یعنی چون برون رانی با برون زایی اون وقت مثلا در اقتصاد ممکنه قاطی بشه. ببینید مسئله این است که من یک سری افراد بتونم بگم چه کسی میتواند از این کالا استفاده کند و چه کسی نمیتواند از این کالا استفاده کند. اگر ماهیت کالا به نحوی باشد که نشود افراد رو متمایز کرد یا افراد رو مستثنا کرد
از استفاده اون کالا میگیم این کالا استثناناپذیره یا قابل مستثنا شدن نیست، قابلیت استثنا نداره، قابلیت مستثنا کردن نداره. خب من سوال میکنم از شما، آفرین من چیز خوبی، من هم من ناپذیری و من پذیری، من از مصرف باید بگیم، من از استفاده باید بگیم، من اخالی به نظرم جواب نمیده، به نظرم استثناء و مستثنا کردن شاید بهتر باشه. ولی خوب بود آقای کیخا. خب این مفهوم ببینید، حالا من از دوستان میخوام بپرسم، آیا میدونید که کالایی رو میتونید برای من نام ببرید یا خدمت یا کالا یک مفهومی رو که استثناء ناپذیر باشه؟ یعنی رحمت بیکرانش همه را رسیده، رحمت بیکرانش همه را رسیده. آب، هوا، حالا هوای پاک یا هوای ناپاک، به هر حال هوا، مثلا من دارم هوا استشمام میکنم، آیا من میتونم بگم که آقا شما از هوا استفاده نکن، این هوا را نباید استشمام کنی؟ یه جای ممکنه بتونم، یه جای ممکن نیست. دقیق بفرمایید، مثلا ممکنه مثلا یک روستایی هوای بسیار خوبی داره، آفرین آقای جعفری، حالا برق باید توضیح بدم خدمتتون، باریکلا جعفری، توضیح داره برق، برق استثناء پذیره، بله که استثناء. در ابتدای جلسه برای اسلاید شماره 3، بله برق استثناء پذیر. چرا استثناء پذیره؟ چون اگر شما پول برقتون ندی، شرکت برق میتونه برق رو قطع کنه. اما یک بخشی از بازار برق هست که استثناء ناپذیر، یا ببخشید شاید بگم رقابت ناپذیره. حالا استثناء پذیر که هست، ولی در مورد رقابت، حالا رقابت در مصرف صحبت میکنیم. خب مثال بهتر از هوا، ببینید هوای مثلا افرادی که در شهر تهران دارن زندگی میکنن، کسی نمیتواند این افراد رو از استشمام هوا باز دارد. آیا فرد میتوانه، آیا ممکنه مثلا یک فردی، مثلا دولت، افراد رو از مصرف آب منع کنه؟ آیا ممکنه به نظر شما؟ جواب بده دیگه، خواهش میکنم سریعتر. نه چرا گفتید خیر؟ نه، جیره بندی میکنه دولت آب رو قطع میکنه. پس آب استثناء پذیر هست، آب قابل استثناء شدن هست، قابل مستثناء کردن افراد هست. اما یک نوع آب دیگر شما در نظر بگیرید، مثلا در اقیانوس ها آیا ممکنه که افراد رو از ماهیگیری باز دارند؟ خیلی به سختی. آره، من به نظرم میرسه ارتش آمریکا در بخشی از اقیانوس ها، مثلا اقیانوس های نزدیک کشور خودش، ممکنه قدرت این کار رو داشته باشه. مثلا بگی کشتی چینی حق ندارن در اقیانوس، مثلا نمیدونم، در اقیانوس اطلس مثلا کشتی رانی کنن، خب باز داردشون، مستثناشون کنه. ولی به صورت کلی منابعی که در اقیانوس ها هستن رو به عنوان منابع استثناء ناپذیر میشناسیم، مثلا منابع ماهی. هر چیزی که شما از اقیانوس بخواید برداشت کنید، هر کس که بخواد میتونه برداشت کنه، بنابراین استثناء پذیر نیست. اما مثال های خیلی بهتری داریم برای استثناء پذیری و استثناء ناپذیری. استثناء پذیری یعنی هر کالایی که شما بتونی بفروشی، هر کالایی که بتونی، هر خدمتی، تقریبا همه، نه همه، ولی بسیاری از خدماتی که تو شما میتونی بفروشی، اگر بتوانی نفروشی، اگر بتوانی افراد رو منع کنی از استفاده از این کالا، این کالاها میتونیم بگیم که استثناء پذیر هستند. دقت میفرمایید؟ و اگر کالای استثناء پذیر بود و اگر کالای رقابت در مصرف داشت و اگر هر دو این شرایط رو داشت، ما میتونیم بگیم این کالای خصوصی میتونه به حساب بیاد. و در کالای خصوصی واقعا لزومی نداره که دولت وارد بشه. در کالای خصوصی، با جدال عرض میکنم، در کالای خصوصی لزومی نداره که دولت وارد بشه. دقیق فرمودید؟ خب حالا مثال دیگه خدمتتون میزنم، برودکست شبکه های تلویزیونی، پخش شبکه های تلویزیونی، مثلا الان که ماهواره اومده، یا قبلا که در واقع شبکه های تلویزیونی رو، الان هم فکر کنم هنوز باشه،
که امواج رو هم میتابونن. یا مثلا شبکه های رادیویی، شما توی ماشین میشینید رادیو رو دارید گوش میدید، آیا ممکنه دولت بگه که برخی از افراد نمیتونن رادیو گوش بدن؟ آیا ممکنه؟ پاسخ اینه که در شرایط فعلی تهران در سال 1401 نه، ممکن نیست. در شرایط 1401 در تهران اگر امواج رادیویی داره پخش میشه، اگر رادیو پیام داره پخش میشه، اگر رادیو ورزش داره پخش میشه، رادیو اقتصاد داره پخش میشه، هر کسی بخواد میتونه گوش بده، به شرطی گیرنده‌شو داشته باشه. پس اکسکلودبل نیست، پس استثناء ناپذیر نیست، ببخشید، پس استثناء پذیر نیست، استثناء ناپذیره. نمیتونن افراد رو کنار بگذارند، نمیتونن یه بخشی رو جدا کنند. البته به یک صورت دیگری میشه، امواج ماهواره‌ای به همین صورته، ولی در امواج ماهواره‌ای یک سری شبکه‌ها هستن، شبکه‌های پولی هم. شنیدید تعریف شبکه‌های پولی؟ شما باید یک کد خاص رو بخرید یا یک کارت خاص رو بخرید، در دستگاه گیرنده خودتون قرار بدید، اون وقت میتونید شبکه‌ها رو باز کنید. اگر بله، یا کیبل تیوی. حالا کیبل تیوی که اصلا کیبله، دقت میکنید؟ کیبل تیوی قبلا کیبل بوده. اون زمانی که کیبل بوده که اصلا، خب این که به خاطر سیم بکشن، خب به فردی که نمیخواد سیم نمیکشن. ما منظورمون دقیقاً اون امواج رادیویی، امواج تلویزیونی هست که تابیده میشود. اون امواج هم میتونن کد کنن، اگر تونستن کد کنن اون وقت استثناء پذیر میشه. به محض اینکه استثناء پذیر شد، بازار میتونه کار کنه اونجا، یعنی خرید و فروش میتونه اتفاق بیفته. دقیق میفرمایید؟ اگر من اول میخواستم بزنم تفکیک ناپذیر، آقای کیخا، من اول میخواستم بزنم تفکیک ناپذیر، ولی بعدا همون مستثنا کردن و استثناء پذیر گذاشتم و استثناء ناپذیر. بله، حالا بازم دوستان فکر کنن، شاید تغییر بدیم به تفکیک ناپذیر، نه منفک ناپذیر. نمیدونم، شاید هم منفک ناپذیر خوب باشه. در انگلستان هر خانوار باید تیوی لایسنس بخره. آها، ببینید، این که باید تیوی لایسنس بخره اینجوری بود جریان. ببینید، اولا که تلویزیون کابلی بوده که هر فردی مثلا کابل میخواست و میکشیدن، فردی که کابل میخواست نمیکشیدن. ولی چون دولت خود شبکه تلویزیونی داشته و چون دولت به همه، برای همه این رو پخش میکرد، از همه مالیات دریافت میکرد. خب این شد بازم استثناء ناپذیر که آقای حسامی عزیز دقیقا فرمودی، این بازم میشد استثناء ناپذیر. خب اگر دولت از همه مالیات بگیره، حتی اون فردی که نمیخواد تلویزیون ببینه، حتی اون فردی که تلویزیون نداره، اگر ازش مالیات تلویزیون گرفتن، این دیگه استثناء ناپذیر شده. فرد تلویزیون داره، نمیخواد ببینه، میخواد خاموش باشه، تلویزیونش سوخته، این که ازش بیان مالیات بگیرن، خب این دلیل این نمیشه که این کالا الان استثناء پذیره. شبکه‌های بی بی سی، آره، حالا اون یک مقداری، ببینید، اون که تیوی نداره میتونه نخره، که اینطوری نیست، میتونه شبکه کابلی رو نخره. اون بحثی که در انگلیس شما میفرمایید که مورد خاص هم هست انگلیس، ببینید، انگلیس یه سری شبکه کابلی داشته که افراد میرفتن عضو میشدن، یه سری شبکه عمومی داشت که در بقیه کشورها شبکه‌های عمومی نمیان از افراد مالیات بگیرن، ولی در انگلیس مالیات اجباری داشت، یعنی به زور به افراد میفروختن، بعد افراد نمیتونستن مستثنا کنن افراد رو. یعنی فردی میگه که آقا من نمیخوام ببینم، از من مالیات نگیرید، میگن نه نمیشه. پس این شبکه، این امواج رادیویی و امواج تلویزیونی استثناء ناپذیر بودند. خب این یک خاصیت خیلی مهم. آیا شما میتوانید استفاده اشخاص رو از اون کالا محدود کنید یا نه؟ یا در اون کشور، در اون شرایط، در اون شهر، هر کس که بخواهد بتواند استفاده کنه. مثال دیگه خدمت شما میزنم، مثالی که کتاب زده و خیلی مثال خوب و جالبی هست. کتاب میگه که در بسیاری از شهرهای آمریکا، خود من بارها تجربهشو داشتم در آمریکا، در بسیاری از شهرهای آمریکا در روز 4th of July، در روز استقلال آمریکا، فایرورک را میندازن، آتش بازی. آیا وقتی آتش بازی را میفته و افراد لذت میبرن، میتونیم بگیم که خب شما باید بلیت بفروشیم برای این کار یا نه؟ آیا ما میتونیم برای فایرورک بلیت بفروشیم؟
آیا اصلا اتفاق افتاده برای آتش بازی بلیت بفروشن؟ در این مثالی که ما زدیم خیر. خب و یکی از راهکارهایی که بشر رو، کیفیت زندگی بشر رو ارتقا میده این هست که برای کالاهای استثناپذیری شما قائل بشوید، یعنی بتونید کاری کنید که برای کالای استثناپذیر افراد پول بدن. دقیق میفرمایید؟ شما هر وقت ذهنتون رفت به این سمت که برای کالاهای استثناپذیر، در واقع به یک نحوی کالای استثناپذیر رو از مستثنا کنید، یعنی مصرف کالای استثناپذیر رو مستثنا کنید و از مصرف کالای استثناپذیر شما درآمد داشته باشید، میتونید بگید که یک پیشرفت بزرگی در اقتصاد، در معیشت افراد اتفاق افتاده. دقیق بفرمایید؟ ببینید مثل این میمونه که مثلا در علم پزشکی بگیم هر وقت تونستید یک بیماری لاعلاج رو شما معالجه کنید، شما به بشریت خدمت کردید. معادل یافتن درمان برای سرطان در علم پزشکی اینه که در علم اقتصاد شما بتوانید برای کالاهای استثناپذیر استثناپذیری پیدا کنید. دقیق فرمودید؟ یعنی کالاها رو بتوانید اکسکلودبل کنید. خب حالا مثال فایرورک خدمت شما زدم، مثال آتش بازی خدمت شما زدم، حالا دقت بفرمایید چجوری ما میتونیم این رو اصلاح کنیم و چقدر جالبه. یک بار اتفاق افتاده در تمام این شهرهای آمریکا در روز 4 جولای افراد چیکار میکنن؟ آتش بازی اتفاق میفته. هزینهشو کی میده؟ هزینهشو همه مردم همه شهرها در امریکا میدن. از کجا میدن؟ از محل مالیاتی که شهرداری ها دریافت میکنند. دقت میکنین؟ مالیاتی که شهرداری، اگر شما بگید من از صدای آتش بازی خوشم نمیاد، من اصلا علاقه به آتش بازی ندارم، فرقی نمیکنه، از همه مردم شهر مالیات میگیرند. درست شد؟ خب والت دیزنی اومد این کالای استثناپذیر رو استثناپذیر کرد. خیلی جالبه ها. یک امیوزمنت پارک به وجود آورد، یک پارک به وجود آورد که در این پارک آتش بازی بود. شما بلیت می خریدید، البته بازم خدمت رو عرض کنم، تا حدی اکسکلودبلیتی رو وارد کرد، به طورت کامل که نمیتونه وارد کنه، که شما بلیت ورودیه می گیرید وارد مثلا این در واقع پارک تفریحی والت دیزنی میشید. خب اگه شب بشه اونا چی کار میکنن؟ شما میتونید آتش بازی اونا رو هم ببینید. دقت فرمودید؟ پس تا حدی یک نوع کالای استثناپذیر رو تبدیل کردن به کالای استثناپذیر. خب این خیلی مهمه. کالاهای استثناپذیر وقتی شما ماهیت کالا به نحوی است که استثناپذیر هست، نمیتونی کارش بکنی. خب کجا خودشو خیلی بهتر از اینا نشون میده؟ بیایم سر مثال‌های ساده‌تر. برره رو یادتونه؟ یه یارو بود تو برره، یه قسمتی حالا من یادم نیست جریانش چی بود، ولی پول زور می‌گرفت. سر گذر ایستاده بود، پول زور می‌گرفت. خب نمی‌دونم اسمش چی بود، آقای میرزایی شما استاد کیوان منظور بوده. بله ببین، پول زور. خب این پول زور خیلی عالیه. پول زور خیلی عالیه. چرا؟ از کجا عالیه؟ روستاهای ما توسعه پیدا نکردند. چرا توسعه پیدا نکردند؟ چون پولشو کسی نداده. حالا ما در ایران در بسیاری از روستاهامون چند تا بنای خیلی مهم داشتیم. خب که این عجیبه، واقعا همین احداث این بناها خیلی عجیبه. مهمترینش و عجیبترینش که میدونه چیه دوستان؟ ما یک کاری در طول تاریخ ایران انجام دادیم. آفرین بنات. ما کاری انجام دادیم که باور نکردنیه. نه بنات، یعنی در طول تاریخ چند هزار ساله ایران این اتفاق که افتاده از هر نظر شما در نظر بگیرید باور نکردنیه. من به مباحث مهندسیش کاری ندارم، من به مباحث تأمین مالی قنات کار دارم. افرادی پیدا شدن و قنات احداث کردن و وقتی قنات در روستا جاری شده، چه بسا که همه افراد روستا بهره‌مند شدند. دقیق می‌فرمایید؟
خب شما یک روستا رو میبینید و این روستا احتیاج به یک پل داره، ولی خیلی وقتا این پل رو هیچ کس نمیسازه. چرا کسی نمیسازه پل رو؟ در ایران قنات داریم، در بقیه نقاط دنیا قنات نساختن. چرا قنات رو نساختن؟ چرا پل نمیسازن؟ در ایران آب انبار داریم، در بسیار از کشور دنیا آب انبار نداریم. چرا آب انبار نساختن؟ چرا در روستاها هیچ کدوم از مظاهر زیرساختی که نیاز ساکنان اون روستا بوده تأمین نشده، ساخته نشده به نظر شما؟ بله، منتظرم که دوستان یکی دو تا از دوستان پاسخ بدن و من ادامه بدم. بله، اگر سریع تر بنویسن دوستان. بله، نمیدونم چرا نوشته دوستان. تعادل بد، بله، وجود شهرها در نزدیکی آقا مثلا اصلا به شهر نمیتونن برن. خب بالاخره احتیاج به مثلا جاده داشتن، ساخته نشده. احتیاج به پل داشتن، ساخته نشده. نه مثلا این نیست آقای کیرخواه، شما حواستون جای دیگه است آقای کیرخواه. آقای ملک صادقی، یه رو باید با شیفته بنویسید که قابل خوندن باشه. اگر دوستان نوشته آقای ملک صادقی رو متوجه شدید برای من بنویسید. نه برفرض جمعیت باشه، چرا این چیز مثلا این پل به طور مشخص یک پل در روستا ساخته نمیشه یا در شهر هم ساخته نمیشه؟ الان چرا در ایران راه آهن ساخته نمیشه؟ آها، نیازهای اساسی. خب پل هم نیاز اساسیه. نه عزیزان، عرض کردم خدمتون دیگه. آقای کیخواه بنویسن، آقای جعفری هم بنویسن. آها، آفرین، آقای کیخواه درست گفتن، چون نمیتونن ازش بخورن. البته آقای کیخواه احتمالا داشته طعنه میزده، ولی دقیقا همینه. ببینید، اگر اون کسی که شما نوشتید، اون کیوان یا کیوونی که شما نوشتید، اگر اون کیوونه باشه سر پل بیسته و پول به قول شما پول زور بگیره، این پول زور ممکنه که اینسنتیو و انگیزه ای بشه که اون پل ساخته بشه. خب اگر نه، خیلی وقتا این پل ساخته نمیشه. حالا جالب اینجاست که اگر اختلاف طبقاتی در اون روستا خیلی شدید باشه، یعنی مثلا یه خان خیلی پولداری وجود داشته باشه، بقیه مفلس فی امان الله باشن، جالبه، باز ممکنه پل ساخته بشه. خان برای استفاده خودش پل رو میسازه، اجازه میده بقیه هم استفاده کنن. یا افراد برای دل خودشون کار خیر انجام میدن، قنات میسازن، آب انبار میسازن، پل میسازن، در اختیار همه قرار میدن. مسئله پل چیه؟ مسئله بسیاری از زیرساخت ها در کشور، در روستا، در شهر که ساخته نمیشه اینه که اکسکلودبل نیست. پل میسازی، همه میتونن از رو پل بیان و برن. اگر میشد کنار پل یک فردی رو بگذاری که پول دریافت کنه، مسئله حل میشد. برخی از کشورها شما میرید دستشویی ها خیلی تمیزه. ایرانی ها به نظر من تمیزترین مردم دنیا هستن، تا اونجا که من دیدم. البته تمیزتر از ایرانی ها دیدم. مردم به ژاپن به نظرم خیلی تمیز بودن، دبی که من بودم خیلی تمیز بودن. برخی از اعراب، من مثلا یه دوست چیز در امریکا داشتم، یک دوست مصری در امریکا داشتم، خونه شون که میرفتیم واقعا خونه شون برق میزد. ولی ایرانی ها خب چرا در عرصه عمومی مثلا اینطور نیستن؟ چرا توالتشون تمیز نیست؟ چرا توالت ترکی از توالت ایران تمیزتره؟ کی میدونه؟ کی میدونه؟ چون پول میگیرن. من وقتی اومدم ایران چند تا کار میخواستم انجام بدم و متاسفانه بعدها دیدیم که چقدر سخت میشه در کشور کارو پیش ببریم. توالت عمومی رو میخواستم خصوصی کنم. من میخواستم یک سیستم اسنپ به وجود بیارم که افراد بتونن توالت بفروشن، خدمت توالت فروشی داشته باشن، بعد خدمت توالت فروشی لوکس هم داشته باشن. میدونی چقدر ما بدبختی داریم در این کشور؟
میدونید افرادی هستن که اصلا از خونهشون بیرون نمیان، تعداد خیلی زیادی ها، نه اینکه فکر کنید که مثلا تعداد اندکی، بسیاری از پیرزنان و پیرمردان به خاطر مسئله توالت از خونهشون بیرون نمیان در ایران. باورتون میشه؟ ببینید تا وقتی جامعه جوانان اصلا به این مسئله توجه ندارن، معلولان از خونه بیرون نمیان. حالا اگر یک کسی باشه بگه آقا داخل خونه من مثلا یک سیستم بالاخره امنی به وجود بیارن، رصد بشه، بعد بگه من در حیات خونم دو تا دستشویی ساختم، حتی بیاد مثل قضا که دیدید مثل قضا نوشته میشه، من این کار میخواستم بکنم، اگر دوست دارم باز مایل باشند و اگر افرادی در کلاس باشن که منابع مالی داشته باشن، من این کار میکنم برای ایران. دقیقا میفرمایید که افراد بیان مثلا مثل اسنف دقیقا بگه آقا یک توالتی در مثلا 300 متری شما قرار داره، این توالت هزینه ورود به این توالت 20,000 تومانه، شما از این دستشویی که استفاده کردید در اختیار شما یک حوله یک بار مصرف قرار میدن. دقیقا میفرمایید عطر و ادکلون هم به شما میزنن، اون یکی داره رقابت میکنه میگه ما به جز عطر و ادکلون یک شاخ گل هم به شما میدیم، فرد دیگه داره رقابت میکنه میگه ما صابون مخصوص در توالتمون در دستشویمون داریم، بفرمایید استفاده کنید. اون یکی داره رقابت میکنه بگه ما دوش هم داریم، اگر شما خواستید از این دستشوی استفاده کنید، حمام هم هست میتونید استفاده کنید، حولم در اختیار شما قرار میدیم، حوله تمیز. بگن فرمایید خدمتی مثل هتل برای 10 دقیقه. خب این خدمت اگر به وجود بیاد، خاطرتون هست من پرسیدم در مورد اینستاگرام از شما سوال کردم، گفتم این خدماتی که روی اینستاگرام بوده قبل از اینستاگرام کجا بوده؟ و بسیاری از دوستان فکر میکنن این خدمات قبل از اینستاگرام هم بوده، در حالی که نبوده اصلا. شما یه خدمت توالت پولی اگر به وجود بیارید، دستشوی پولی اگر به وجود بیارید، تا قبل از اون که این به وجود بیاد اصلا کجا بوده؟ نبوده. آفرین. بله آقای بابا پور میشه سیارش هم کرد. شما ببینید اصلا the sky is the limit، یعنی واقعا آسمان محدودش میکنه. یعنی ببینید یه دفعه اینجور مسائل یک دفعه شما میبینید که چند صد هزار شغل ایجاد کرد. فقط یک ایده، یک نیاز بشری رو مرتفع کنید و بسیار آسایش میده به یک بخشی از جامعه، مثلا بخشی که اصلا دیده نمیشن، جانبازان، معلولان ما. واقعا دردناکه، من نمیخوام اینجا شما رو متاثر کنم که بگم وضع مثلا معلولان ما به چه سمتی رفته. دقیق میفرمایید الانم متاسفانه این مقدارم خودم نباید از این صحبت ها بشه، یه مقدار ما با جنبه های مثبت زندگی الان توجه کنیم بهتر. ولی خب ببینید اصلا یک تعداد زیادی از افراد با یک فردی که هر نوع ناتوانی در این کشور داشته باشه، هر نوع تفاوتی که در این کشور داشته باشه، از زبانش متفاوت باشه، قومیتش متفاوت باشه، دینش متفاوت باشه، اعتقادش متفاوت باشه، در جامعه اکسکلود میشه، در جامعه کنار میفته. دقت میفرمایید؟ خب اینها رو ما شما میتونید سیستم هایی بدید که اون وقت خود بازار، سیستم بازار عمل کنه. وقتی میگیم سیستم بازار عمل کنه، یعنی تمام این 82 میلیون مردم ایران اگر بخواهند میتوانند این خدمت رو ارائه بدن، این سرویس رو ارائه بدن، این کالا رو ارائه بدن. شما ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه تا اینکه مثلا دولتی باشه یا افرادی باشن از سر مثلا صدقه برای مردم. حالا مثلا شما چند نفر رو پیدا کردید در این کشور، ما شاید چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر داشته باشیم که در این کشور مثلا مسجد ساختن، مثلا حسینیه ساختن، ولی چند نفر پیدا میشن که در این کشور توالت بسازن جهت کار خیر؟ خیلی به ندرت. دقت میفرمایید؟ و شما ببینید اینا چجوری میشه تغییر داد. همه مسئله اینه که یک کالایی که جنبه عمومی داشته، جنبه عمومی دقیقاً عکس اکسکلودبیلیتیه، یعنی پابلیک گود کالایی که نان اکسکلودبل باشه. دقیق فرمودید اکسکلودبل نباشه، اینو میگیم کالای عمومی. هر جا که شما توانستید یک کالای عمومی رو تبدیل به یک کالای خصوصی بکنید، به مراتب رفاه یک کشور رو جلو بردید، افزایش دادید. دوستان عزیز من سوال میکنم از شما، چند تا کتابخانه خصوصی در کشور دیدید تا حالا شما؟ نه فردی کتابخانه برای خودش داشته باشه، من اینو نمیگم. کجا شده من این کتابخانه رو از این کتابخانه بهره مندی اقتصادی داشته باشم؟ کجا شده؟ دایی من در شهری که ما بودیم، حالا اینجور که میگفتن دومین کتابخانه
بزرگ کشور رو داشت. کتابخانه متعلق به خودش بود، ملک خصوصی بود، ولی کتابخانه به عنوان یک کالای خصوصی تجاری شناخته نمی‌شد. دقیق فرمودید؟ چند تا شما دیدید که افراد مثلا کتابخانه خصوصی بسازن، از افراد پول بگیرن، تشریف بیارید، کافی شاپ هم داریم، چی هم داریم، مثلا استفاده کنه، پولش هم بپردازه. خیلی عالیه، خیلی عالیه ما یک کتابخانه داشته باشیم، خصوصی باشه، افراد بیان. اصلا ببینید، اصلا علم اینجوری گسترش پیدا میکنه. واقعا من یک دلیل پیشرفت امریکا رو شاید باور نکنید، من یک دلیل پیشرفت امریکا رو کافی شاپ میدونم. شما باید اونجا زندگی بکنید تا بفهمید. امروز من این همه گشتم، یک کافی شاپ خوب پیدا کردم، امروز که جلسه داشتم داخل کافی شاپ، این صداش نمیذاشت من صحبتام بکنم. دقیق میفرمایید، تازه بهترین بوده که من مثلا از میان 100 تا کافی شاپ پیدا کردم. یعنی یک محیطی که شما بتونید مثلا با آرامش صحبت کنید، با آرامش تفکر کنید، مقاله بنویسید، کتاب بخونید، مجله بخونید، اصلا نیست در کشور ما. دقیق میفرمایید، اینها همه کالاهایی که جنبه عمومی داره. اگر شما بتونید راهکار خصوصی برای کالاهایی که جنبه عمومی داره پیدا بکنید، به شدت سطح رفاه جامعه رو افزایش میدید. حالا آقای کیخان، شما همش دارید چیز منفی میزنید، انشالله اصلاحش کنیم. یعنی من یه زمانی یک رستوران رفتیم، غذای خوبی نداد به ما. اینو براتون بگم جهت آقای کیخان درسی از ما بگیرن. یه چیزی رفتیم که غذای خوب نداد، اومدم بیرون، من گفتم که این غذا خیلی غذای بدی بود. یه آقای همراه ما بود که ایشون انگلیس زندگی میکرد، ایران نبود، گفت که این رفتار، این صحبتی که شما کردید خلاف اتیکت عمومیه. گفتم چطور؟ گفت که این غذا رو که ما خوردیم خوب نبود دیگه، ما متوجه شدیم این غذا خوب نیست. دقیق میفرمایید، یاداوری شما در واقع این ضایعه رو دو برابر کرد. یاداوری تو فقط تو نبودی که فهمیدین غذا خوب نبود، ما هم فهمیدیم غذا خوب نبود، موقعی که داشتیم غذا رو می‌خوردیم متوجه بودیم، ولی الان که اومدیم بیرون احتمالا یادمون رفته، شما دوباره یاداوری کردید. دقیق می‌فرمایید، آقای کیخان ما مشکل تو کشور زیاد داریم، ولی باید ببینیم چجوری حلش می‌کنیم. هر کس دیگه هم بیاد، به نظر من وقتی که ذهنیت اصلاح نشده، من روز اول به شما تعهد کردم که ذهنیت مدرن رو، نحوه تفکر مدرن رو در اقتصاد خدمت شما ارائه بدم. یعنی نه در اقتصاد، نحوه نگرش مدرن، نحوه تفکر مدرن رو در زندگی در درس اقتصاد خورد خدمتتون ارائه بدم. فکر میکنم به عهد خودم پایدار بودم، فکر میکنم تا اینجا توانستم. اگر شما همین مسئله استثناپذیری، همین مثال هایی که داریم عرض میکنم خدمت شما، به نظر من همین ها اگر در جامعه پخش بشه خیلی خیلی مؤثر خواهد، خیلی تغییرات بزرگی پیش خواهد آمد. قبول دارید؟ امیدوارم، یعنی امیدوارم. بسیار، من باور کنید، اگر جای درس اقتصاد خورد، اگر جای درس اقتصاد خورد، اصلا کلن من درس اقتصاد نمیدادم خدمت شما، و به جای درس اقتصاد میرفتم درسای مالی میدادم، هم برای خودم خیلی راحت تر بود. درس بانکداری میدادم، درس مالی میدادم، هم برای خودم خیلی راحت تر بود، هم شاید شاگردان من خیلی راضی تر بودن. ولی من مطمئنم این درس اقتصاد خوردی که میدم بیشتر به درد شما میخوره، مطمئنم بیشتر به درد جامعه ما میخوره. خب بگذاریم. آخرین، خب از استثناپذیری یا اکسکلودبیلیتی بریم به سمت خاصیت دومی که بسیار مهمه، و اون رقابت در مصرفه. باز این هم یک چیز خاص خودشو داره. Rivalry in consumption. حالا rivalry یعنی که مثلا افراد بتوانند در مصرف از هم سبقت بگیرند. دقت می‌فرمایید؟ بتونن همدیگر رو کنار بزنن در مصرف. خب ممکنه تصور کنید که این با بالایی یکیه، در حالی که یکی نیست. دومی میگه مصرف یک کالا، اگر شما مصرف کردی من نتوانم مصرف کنم، اگر من مصرف کردم شما نتوانی مصرف کنی. دقت فرمودید؟ مثال چیزو یادتونه؟ مثال امواج رادیو تلویزیونی رو.
در امواج رادیو تلویزیونی ما گفتیم آیا استثناء پذیر هست یا نه؟ گفتیم استثناء پذیر نیست ولی در شرایط خاص، در شرایط خاص استثناء پذیر هست. درسته؟ در مورد رقابت در مصرف آیا به نظر شما امواج رادیو تلویزیونی آیا این خاصیت رو داره که مصرف افراد با مصرف برخی از افراد مصرف دیگران رو کم بکنه یا اصلا نداره؟ چنین خاصیتی اصلا نداره. یعنی اگر من تلویزیون رو روشن کنم یا خاموش کنم آیا تأثیر میذاره روی کیفیت تصویر در منزل شما؟ اصلا مطلقا تأثیر نمیذاره. دقت میکنین؟ یعنی انگار که عرض کردم خان رحمت بیدریغش همه را رسیده، وقتی که امواجو میفرسته به شهر همه شهر بهره‌مند میشون. حالا یه جایی مثلا چیز دیگه میفرسته تو شهر، مثلا آلودگی میفرسته در شهر، همه باز منتفع یا متضرر میشون از آلودگی. اصلا شمال جنوب شهر فرقی نمیکنه. من اخیرا داشتم میومدم با هواپیما داشتم میومدم تهران، نوک قله دماوند بیرون بود، بقیه شهر زیر یک لایه از دود بود، اونم در فصل تابستان. خب این رقابت در مصرف هم خیلی مهمه. کالاها رو معمولا کالاهای خصوصی وقتی شما مصرف میکنی فرد دیگه نمیتونه مصرف کنه. دقیقا فرمایید، شما میری مثلا فرق کالا میسا، خدمات هم همینطوره. شما میری سلمونی، دقیق میکنی؟ شما میشینی روی صندلی سلمونی، موهای تو رو میزنه. وقتی موهای تو رو میزنه موهای فرد دیگر رو نمیتواند بزند. شما جا گرفتی، وقت گرفتی، از این وقت آقای سلمونی داری استفاده میکنی، از این آقای آرشگر داری استفاده میکنی، پس تو این رو تصاحب کردی. فرد دیگر نمیتواند تصاحب کنه تا وقتی تو داری اینو تصاحب میکنی. یه لیوان خریدم الان دست منه، چون من مالک این لیوان هستم و الان دست منه، دیگه شما مالک این لیوان نیستید و دست شما نیست. ولی کالاهای وجود دارن که مصرفشون مصرف بقیه رو کم نمی کنه. مثال خیلی عجیب براتون بزنم، همون مثالی که آقای جعفری مطرح کرد، مسئله برق. اگر اومدن داخل یک شهر برق کشی کردند، تا حدی که ظرفیت تولید برق هست مصرف من مصرف شما رو کم نمی کنه و مصرف شما مصرف من رو کم نمی کنه. یعنی خطوط انتقال یک ظرفیت مازادی معمولا داره که ما مصرف اضافی اگر داشته باشیم فرد دیگر مصرفش محدود نمی شود. تمام این مثال هایی که در مورد رقابت قابله قابلیت رقابت در مصرف وجود داره، تمام این مثال ها محدودیت های خاص خودش رو داره. یعنی باید مثل استثناء پذیری با همدیگه بشینیم مرتب روش بحث کنیم تا مسئله جا بیفته. خب این همه صحبت کردیم در مورد دو تا خصوصیت که چی بگیم؟ که کالاها رو به چهار نوع کالا تقسیم کنیم. یک نوعش رو فصل 15 توضیح میدیم، یک نوعش رو فصل 1 تا 10 توضیح دادیم و دو تا از اونها رو در فصل 11 کتاب های منکیو توضیح خواهیم داد. خب آقای جعفری مثلا مثال خیلی جالبی زدن، ماهی های داخل دریاچه یک شهر برای صید. اگر جمعیت شهر محدود باشه، اگر جمعیت ماهی ها نامحدود باشه، دقت می‌فرمایید؟ حالا این که من ماهی بگیرم در مصرف شما بر این که شما ماهی بگیری تأثیری نخواهد داشت. پس تا یک حدی نان رایول هست، رقابت ناپذیره. دقیق فرمودید؟ رقابت ناپذیره. خب ولی اگر که فیش اوت شد، اگر که منابع محدود بود، ماهی های داخل دریاچه محدود بود، ما چه اتفاق میافته؟ اون وقت من که ماهی میگیرم دیگه به شما نمیرسه، شما که ماهی بگیرید به من نمیرسه. خب اینا رو الان توضیح میدیم خدمتتون. مصرف گاز در زمستان کاملا درسته، ممکنه ظرفیت مازاد داشته باشه. در زمستان ممکنه که اون خطوط انتقال گاز نتونه تأمین کنه،
پس در تابستان خطوط کاملا نان رایبل هست خطوط انتقال، ولی در زمستان ممکنه رایبل بشه، ممکنه محدود بشه، ممکنه شبکه با محدودیت مواجه بشه. خب حالا بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر کالای استثناء پذیر و قابل رقابت در مصرف باشه، این کالا رو ما کالای خصوصی مینامیم. ممکنه دولت در دست دولت باشه، مثلا دولت خودرو تولید کنه، ولی بازم کالای خصوصی مینامیم. توصیه این است که کالای خصوصی رو بخش خصوصی تولید کنه. توصیه این هست که تولید کالای خصوصی رو بجز در مواقع خاص به دست نامرئی بازار بسپریم، دخالت نکنیم در تولید کالای خصوصی و در مصرف کالای خصوصی. دقت فرمودید؟ استثناء پذیره و قابل رقابت در مصرف، یعنی اگر کسی مصرف کرد دیگری جا میماند. افراد باید بدوند که مصرف رو بقاپند، وگرنه از دست میرود. همه کالا و خدمات خصوصی به این صورت. نوع دوم، اگر کالا استثناء ناپذیر باشه، همه بتونن استفاده کنن و غیر قابل رقابت در مصرف باشه، اگر شما مصرف کردی کسی دیگر نتواند مصرف کند. یک پل عابر پیاده گذاشتیم اونجا، نه کسی رو میتونیم محدود کنیم، نمیتونیم که بلیت بفروشیم برای استفاده از این پل عابر پیاده، که دقت میکنی؟ نه کسی رو میتونیم محدود کنیم، مستثنا کنیم، نه اینکه اگر دو نفر با هم از رو پل رد شدن اتفاق خاصی میفته. مثلا اگه یه نفر رد شد، اون یکی بگه آقا من دیگه نمیتونم رد شم. نه، ظرفیت مازاد داره، همه میتونن استفاده کنن. پس کالاهای عمومی معمولا، یعنی همیشه دو تا خصوصیت دارن. یکی از نظر مستثنا کردن، مستثنا ناپذیرند، نمیتونید افراد را از مصرف اون کالاها منع کنید، و مصرف یک فرد مصرف فرد دیگر رو محدود نمی کند. این نوع کالاها، ساخت این نوع کالاها معمولا با یک سری بحران مواجه است. بنابراین کشورهایی که در تولید کالای عمومی ناموفق هستند، در فرایند توسعه جا میمانند. عجیب. شما تصور میکردید که من مثلا میام میگم که کشورهایی که دست نامرئی بازار رو جدی نمیگیرند، کشورهایی که قیمت گذاری دستوری انجام میدهند، کشورهایی که در نظام بازار دخالت میکنند، این کشورها توسعه پیدا نمیکنند. بله، این هم هست. ولی مسئله دیگر این هست که معمولا کشورهایی که در فرآیند توسعه جا میمانند، در تولید کالای عمومی شکست میخورند. آیا وحشتناکتر و مشکل دارتر از کالای عمومی هم هست؟ بله هست. کجا؟ نکته سوم، نوع سوم کالا و خدمات تحت عنوان common resource شناخته میشه، منابع مشترک. منابع مشترک چجوره؟ اینها کالایی هستند که در مصرف قابل رقابتند، ولی از نظر مستثنا کردن استثناء ناپذیر هستند. یا خدا، اینجا فاجعه اتفاق میفته. و عجیب اینه که چه روش هایی رو علم اقتصاد برای درمان این نوع بحران ها در نظر میگیره. بله، میادین نفتی مشترک بین کشورها. اگر ما گاز استخراج کنیم، در نهایت قطر نمیتواند استخراج کند، و اگر قطر گاز استخراج کند، در نهایت ایران نمیتواند گاز استخراج کند. اگر نفت ما استخراج کنیم، از عراق برداشتیم، یعنی استخراج نفت عراق کم میشه. اگر عراق استخراج کنه، استخراج نفت ما کم میشه. پس این نفت و گاز در میادین مشترک یک نوع کالای در واقع یک نوع کالای قابل رقابته. مصرف من اگر استخراج من از طرف از دیگری کم میکنه، و به همین شکل. بله، سوال کردن آزادی کالای عمومیه یا منابع مشترکه. بستگی داره. سوال بسیار سوال خوبیه، آفرین. بستگی داره. آزادی یک جایی هست که شما آزادی عمل شما وارد مرز افراد دیگه میشه. دقیق میفرمایید؟ حالا اصلا باید ببینیم چیکارش بکنیم اونجا. یعنی آیا قدرت محدود کردنشو داریم، نداریم؟ دقیق میفرمایید؟
ببینید یه چیزی که هست این هست که خیلی جا ممکنه اصلا استثناء آزادی ها ممکن استثناء پذیر باشه یا نباشه. یعنی روی استثناء پذیر بودن نبودنش بحث است، روی قابل مصرف بودن و نبودن هم بحث است، قابل رقابت بودن و نبودن هم بحث است. دقت فرمایید، یعنی آزادی شما آیا آزادی منو محدود میکنه یا نمیکنه؟ در بسیاری از مواقع آزادی شما آزادی بنده رو محدود نمیکنه. در برخی از مواقع آزادی شما ممکنه که آزادی من رو محدود کنه. حالا اینجا احتیاج به بالاخره فکر بیشتر داشت. خب ولی برگردیم به سوال خودم، منابع مشترک. بهترین مثال در ایران چیه از نظر منابع مشترک؟ عجیبه، من فکر می‌کردم امروز کلاسم یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشه و این همه مطلب گفته شد، ولی خب بقیه‌اش خیلی سریع‌تر جلو می‌ره. مهمترین در واقع منبع مشترک که در کشور ما بحران انجام میده چیه؟ احسنت برای آقای باختر. آب فاجعه است. آب فقط آب فاجعه است. دقت میکنید؟ اگر شما آب رو، اولا منبع مشترک هر کس میتونه چاه بزنه، هر کس میتونه برداشت کنه، هر چی بیشتر شما میدونی که این داره خوش میشه، شما میدونی این دشت ها داره میره پایین، ولی شما از اون طرف هم میدونی هر چی تو بیشتر برداشت کنی برد کردی. دقت میکنی؟ مسابقه هست برای برداشت از منابع مشترک. همون دریاچه‌ای که آقای جعفری گفتن، دریاچه‌ای که درش ماهی هست، معمولا ما از ماهی خالی خواهد شد. دقت میکنی؟ یعنی یه سری افراد مرتب میرن بیشتر و بیشتر و بیشتر ماهی میگیرن تا وقتی که دریاچه از ماهی خالی میشه. حتی دریا از ماهی خالی میشه. حالا اون وام کلان گرفته از جیب مردمه دیگه. بله میشه اونم گفت از جیب مردمه. خیلی جالبه تا چه مثالای شما میزنید. آفرین. منابع مشترک استثناب ناپذیرند، ولی مصرفشون وارد رقابت میشه، مسابقه ایجاد میشه در مصرفشون، از اون طرف نمیشه مستثنا کرد. فاجعه است. دقت میکنید؟ پس اینجا ما به فاجعه میرسیم. از کالای عمومی هم وحشتناک‌تره. یعنی کشوری که در حاکمیت شکست میخوره، این دو مورد رو خیلی عیان شما میبینید. منابع مشترکش تخلیه میشه، common resources تخلیه میشه، توانایی ایجاد کالای عمومی هم نداره. البته بهترین مثال کالای عمومی رو دوستان نگفتن. بهترین مثال کالای عمومی چیه دوستان؟ بهترین مثال کالای عمومی چیه؟ آیا استفاده بیشتر از منابع مشترک غیر اخلاقیه؟ نمیدونم. من اینجا اخلاق درس نمیدم. آقای جعفری میشه روش فکر کرد. نمیدونم تعریف اخلاقی بودن چیه. احتمالا غیر اخلاقی به حساب میاد. یا مقداری اگر تعریف و این بدانی آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند، احتمالا غیر اخلاقی هست. اما ما اینجا اقتصاد داریم درس میدیم. بعد میفرمایید یعنی به فاجعه میانجامد. آها، بهترین مثال کالای عمومی امنیته. شهروندان یک کشور نمیشه از امنیت مستثنا کرد. خب و این که من امنیت داشته باشم از امنیت شما کم نمی کنه، و این که شما امنیت داشته باشی از امنیت من کم نمی کنه. پس امنیت مهمترین کالای عمومیه که در اقتصاد ما در نظر میگیره. دقت میفرمایید؟ باز هم همین کالای عمومی رو شاید چه بسا بشود خصوصی کرده وقت در بسیاری مواقع. دقت میفرمایید؟ در بسیاری از مواقع چه بسا کالای عمومی رو بشه خصوصی کرد. خب آفرین. بادیگارد پلیس خصوصی، کاراگاه خصوصی. باورتون میشه من این زمانی احتیاج داشتم که یک کارگاه خصوصی پیدا کنم برای یک کاری؟ پیدا نکردم. دقت میکنید؟ پیدا نکردم. این امنیتی که ما داریم صحبت میکنیم در واقع امنیت ملیه، امنیت مرزهاست، که این امنیت مرزها رو خیلی کمتر میشه خصوصی کرد و بسیار گران هست. بسیار بسیار گران قیمت هست. امنیت بسیار گران قیمته. خب
و اگر بحث امنیت در دنیا حذف بشه، یعنی اگر یک حکومت واحد جهانی شکل بگیره، همین که هزینه امنیت، فقط هزینه امنیت ملی مرتفع بشه، از دوش جوامع برداشته بشه، یک در واقع پیشرفت رفاهی بسیار بزرگی صورت خواهد گرفت. خب پس مهمترین کالای عمومی، مشهورترین کالای عمومی امنیت ملی است، ارتشه، و این کالای عمومی گران قیمتی است. بازم میتونیم بگیم ما که دوستان نگفتند، بازم میتونیم مثال از کالای عمومی بیارید، البته اونو ممکنه بشه یک جای خصوصی هم کرد. کالای عمومی افراد همه استفاده میکنن، مصرف یک فرد مصرف فردیگر رو کاهش نمیده، البته میده، اینا تمش ظرفیت داره، در حد امنیت و ارتش نیست، ارتش بهترین مثال بود. کاهش ترافیک کالای عمومیه، حمل و نقل عمومی هم، بله حمل و نقل عمومی هم، منتها حمل و نقل عمومی اگر من از یک مثلا سیت، از یک صندلی در یک مترو، در مترو یا در اتوبوس استفاده کردم، چی به سر صندلی شما نمیتونید استفاده کنید. پس حمل و نقل عمومی، کالای عمومی ممکنه به حساب نیاد. تعریف خودشو داره، تعریف خودشو داره، ولی در سطح خیلی مایکرو اگه در نظر، آفرین، جاده، بله جاده، خب جاده کالای عمومیه. حالا ما روی این جاده، آقای حسامی، روی این جاده ما خیلی بحث داریم، دقت فرمودید، روی این جاده ما خیلی بحث داریم، یعنی دقیقا این چهارتا کالا رو، هر چهارتاشو میتونه بگی جاده است. خب هر چهارتا رو میتونه بگیم جاده است. پس منابع مشترک مشکلاتش خیلی جدی به وجود میاره. باز کالاهای باشگاهی یا کلاب گودز هم میتونه یه چیز خیلی جالبی باشه. اینها استثناء پذیرند ولی غیر قابل رقابت در مصرف هستند. استثناء پذیره، یعنی میتونید، یه سری افراد میتونن از این استفاده کنن، یه سری افراد نمیتونن استفاده کنن، ولی وقتی افراد اومدن استفاده کردن، مصرف من مصرف شما رو کم نمیکنه. نمونه مشخصش چیه دوستان؟ نمونه مشخصش چیه؟ درختکاری در داخل باریکلا، خیلی مثال خوبی زد آقای جعفری. درختکاری، فضای سبز داخل شهرک، اهالی شهرک، اگه شهرکش گیت داشته باشه، اگه شهرکش ببنده، اجازه نده بقیه وارد بشن، یه پارک ساخته داخل یک شهرک، دقیق فرمایید، بقیه افراد نمیتونن وارد شن، افرادی که داخل شهرک هستن میتونن از این استفاده کنن. اگر 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر بیان از پارک استفاده کنن، مصرف بقیه رو کاهش ندادن، نمیگن هوا کم اومد، همه میتونن، تمام اعضای اون شهرک میتونن بیان از اون پارک استفاده کنن، منتها بقیه افراد، افراد بیرونی نمیتونن بیان استفاده کنن. پس افراد رو مستثنا کردیم، یک کلاب به وجود آوردیم، یه باشگاه به وجود آوردیم، ولی افرادی که عضو باشگاه هستن مصرفشون نامحدوده. دقیق میفهمم، یه استخر بزرگی به مثلا ایجاد کرده، مثلا میاد عضویت میفروشه، حالا همه هم خواستن استفاده کنن، جا هست، همه هم میتونن استفاده کنن. خب پس افراد مستثنا میشن، یه سری افراد نمیتونن استفاده کنن چون مستثنا شدن، ولی افرادی که مستثنا نشدن، افرادی که عضو کلاب هستن، مصرف یک فرد مصرف دیگران رو محدود نمی کنند. این مهمترین مثالش انحصار طبیعیه. انحصار طبیعی دقیقا همون شبکه توزیع برق و آب و گازیه که من خدمتتون عرض کردم، که افرادی که آبونمان دارن، مثلا افرادی که بالاخره برق اومده به منزلشون کشیده شده، آب کشیده شده، گاز کشیده شده، اونها از افرادی که مثلا در واقع این اشتراک رو دریافت نکردن، اینها میتوانن مصرف کنن، اونها نمیتوانن. پس افرادو میشه انداخت بیرون، ولی ظرفیت توزیع معمولا در حدیه که مصرف من مصرف شما رو محدود نمیکنه و مصرف شما مصرف من رو محدود نمیکنه، از نظر توزیع ها، نه از نظر تولید. ببینید چه مباحث سطح بالایی داریم مطرح میکنیم. از نظر توزیع غیر قابل رقابت در مصرفه، ولی از نظر تولید قابل رقابت در مصرفه. بله، امکانات شهری، فیلم جدید برای مشترکان فیلیمو،
احسن اصلا فیلیمو خودش اینو کلاب دیگه، همه تمام کلاب ها تمام باشگاه ها به این همین صورتن. خب دوستان مثال اینجا رو ملاحظه بفرمایید. حالا ما گفتیم که 4 نوع کالا میتونیم داشته باشیم، آیا این کالا استثناء پذیر هست یا نه، آیا این کالا در مصرف رقابت پذیر هست یا نه. خب حالا ببینیم مثالایی که اینجا الان مطرح کرده. میگه کالای خصوصی کالایی که هم در مصرف رقابت پذیره هم از نظر استثناء پذیره. مثال زده میگه که بستنی قیفی من بخورم شما نمیخوری، شما بخوری من نمیخورم، بالاخره یه نفر بستنی قیفی رو میخره میخوره، یا باید نصفش کنیم، نمیشه همزمان دو نفر بستنی قیفی رو مصرف کنن، همون بستنی قیفی هم باشه. خب پس rival in consumption از نظر مصرف رقابت پذیره. از نظر excludable چی؟ من به کسی که بخوام بستنی رو میفروشم، به کسی که نخوام نمیفروشم، هر کس من پول بده این بستنی بهش میفروشم، پس کاملا قابل استثناء پذیره. استثناء میشه مستثنا میشه که لباس شما میخری، لباس هر کالایی، بسیاری از کالا، بسیاری از خدمات اینطوریه، مثل لباس پول میدی میخری، حالا دیگه شما این کالا رو در اختیار داری و اگر شما این کالا رو بخری یکی دیگه نمیتونه بخری، این کالا یه دونه ازش کم شد چون شما خریدی. حالا من چرا این جدول برام مهمه؟ به خاطر مثالهای سومه، مثالهای آخر هر کدوم از این 4 تا. مثال آخرش ببینید چی نوشته. Congested یعنی چی دوستان؟ آها زبانتون الان دارم تست میکنم. آفرین آینه دایی. Congested یعنی ترافیک، یعنی بسته شده، یعنی اختناق، ازدحام، باریکلا، یعنی در ساعات ترافیک یک جاده‌ای که عوارض می‌گیرد و ساعت ترافیک هست، این جاده چون عوارض می‌گیره پس اکسکلودبله، اونا که عوارض نمیدن نمیتونن وارد شن. این نکته اول. نکته دوم، اگر من وارد شم ترافیک باشه من جای شما رو گرفتم، شما نمیتونی وارد شی، اگر شما وارد شی من نمیتونم وارد شم. اگر جاده ظرفیت مازاد داشته باشه اصلا مسئله رایولری مطرح نیست، اصلا مسئله رقابت پذیری مطرح نیست، ولی وقتی ظرفیت جاده پر شد اون وقت رقابت پذیر میشه. خب حالا یک جایی شما میدونید که یک جاده خیلی شلوغه، آیا برای طرف دوم، برای بخش خصوصی، آیا فکر میکنید جا باشه که وارد بشه و جاده بسازه؟ دقیق میفهمید؟ اگر مشکل حقوقی رو حل کنی، بله عالیه. در شهر تهران دوستان فکر کنید مهمترین معضل شهر تهران چیه؟ البته یکی از مهمترین، نمیتونم بگم مهمترین، ولی شاید مهمترین، من برداشت میکنم شاید بتونیم بگیم مهمترین معضل شهر تهران، نه یعنی ترافیک دلیل دیگری داره های باختر. بله ولی یک جای کار خیلی ایراد اساسی داره. شما اگر تهران زندگی کرده باشی تشخیص نمیدی، جای دیگه زندگی کرده باشی تشخیص میدی، به دلیل ارزانی سوخت بوده، درسته به دلیل ارزانی سوخت بوده، ولی یه جای کار به وضوح میلنگه در شهر تهران و دلیل ارزانی سوخته، کاملا درست میفهمی. آها اونم آره آقای میرزایی، یه چیزی هست که به همون چیز که شما گفتید مربوط میشه. آره نه اونی که من میخوام اصلا تو ذهنتون نیست. چرا در تهران ترافیک اینقدر زیاده؟ چرا ترافیک اینقدر زیاده؟ چرا همیشه همه راه بسته است؟ هزینه برای بزرگان نمیدیم، نزدیک شدید ولی مهمتر از اون. آقای ندایی اصلا ماشاءالله. آقای ندایی اگر من شهردار بودم تمام بزرگراه رو پولی میکردم بدون استثناء، تمام بزرگراه تهران رو پولی میکردم، ولی مثلا اون نیست، مهمتر از اون داریم، یعنی یک کاری قبل از این انجام میدادم. نه
آقای کیخانی، تو هم بهره‌وری مهمه برای افراد. نه نزدیک آقای جعفری، نزدیک شدید. مسئله راه نیست، راه داریم به اندازه کافی. مگه چقدر میتونی راه بسازی توی شهر؟ نه، شما میگی برو زیر زمین راه بساز، حالا چون راه دیگه جا برای راه ساختن نیست. همه شهرهای دنیا همینن، مقدار راهی که میتونی توی شهر بسازی محدوده دیگه، بعد میری زیر شهر. مترو میسازی، خیلی هم موثره. هیچ کس نگفت. عجیب عجیب. حتی آقای باختر که تهران نیست، آقای کیخان تهران نیست، آقای کیخان باید بگه تفاوت مشهد و تهران چیه. آقای کیخان، البته مرکز مشهد هم همین مشکل هست دیگه. خودروها تک نفره نیست، تک نفره است. خودرو باید تک نفره باشه. آقای کیخان خیلی نزدیک شد. وقتی میگید خودروی تک نفره، یه چیزی مد نظر شاید مد نظرتون قرار بگیره. همون موتور دوچرخه هم یه دلیل دیگری هم داره، به جز این که میتونه ویراج بده، میتونه جاده رو کم اشغال میکنه. مهمتر از این که جاده رو اشغال میکنه چیه؟ خب نتونستید، من دیگه باید بگم چون وقت داره میگذره. الان ساعت درسمونم پر شد برای این جلسه اول. احسنت، بله. ادمین کلینیک اختصال جواب داد، جای پارک رو حل کنید، بسیاری از مشکلات تهران حل میشه. اون که میگیم خودروی تک نفره، اون خیلی میتونه جای پارک رو حل کنه. خودروی کوچیکتر خیلی میتونه نقش داشته باشه روی جای پارک. ولی مهمترین مسئله که در تهران شما احتیاج دارید برای اینکه ترافیک رو کاهش بدید، ایجاد پارکینگ های خصوصیه. چرا کسی چیز نمیکنه، انگیزه نداره برای پارکینگ خصوصی؟ چون در شهری مثل شهر تهران قیمتی که برای این پارکینگ خصوصی باید بپردازن، یعنی در واقع اون قیمت در ساعات ترافیک میتونه ارزش بالایی رو کسب کنه، میتونه مبلغ بالایی رو پارکینگ خصوصی دریافت کنه. من خاطرم از شیکاگو رفتم، یه کار اداری برای یک فردی داشتیم، من کمکش کردم، انجام داد، بردم و آوردمش. $25 برای شاید یک ساعت دو ساعت ما پرداخت کردیم به پارکینگ خصوصی. و شما تصور کنید که این پارکینگ خصوصی به مدت شاید 10 ساعت در روز، 12 ساعت در روز کامل پر بود. یعنی ساعت به ساعت، شما تصور کنید مثلا 1000 تا جای پارک داشت، یعنی هر ساعتی $25,000 این پارکینگ درآمد داشت. پس بنابراین انگیزه ایجاد می‌شد. بعد از جلسه اول من خدمت شما عرض کردم که افراد به انگیزه ها پاسخ می‌دهند. شهر تهران رو میشه درست کرد، فقط احتیاج به یک سری تغییرات قانونی داره که انگیزه برای پارکینگ، برای احداث پارکینگ خصوصی ایجاد بشه. به همین راحتی شما میتونید این کشور رو تغییر بدید، این شهر رو تغییر بدید. شما میتونید معضل ترافیک رو به حد زیادی کاهش بدید. حالا این دلایل دیگری داره که من بعداً خدمتتون توضیح خواهم داد. احسنت. آقای حسامی دقیقاً همین قضیه. چون مطمئنه اون فردی که پارکینگ خصوصی میذاره و میسازه، مطمئنه که یه روز یه نفر میاد یا قیمت رو من باید تعیین کنم. مطمئنه که یک فردی میاد یک روز میگه قیمت رو من باید تعیین کنم. به همین سادگی شما شکست میخوری. و وقتی که شما در راه، در مسیر پارک میکنی و جاده باریک میشود به دلیل پارک های متعددی که صورت گرفته، ناگهان سرعت خودروها داخل شهر به شدت کاهش پیدا میکنه. و وقتی سرعت خودروها کاهش پیدا کرد، آلودگی به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه. یعنی فقط پارکینگ خصوصی و اخذ عوارض در بزرگراه‌ها میتواند، و اخذ عوارض از پارکینگ های کنار جاده، کنار راه، میتونه کل مشکل آلودگی شهر رو حل کنه. به علاوه این که در شهرهای دیگه از مصرف بنزین مالیات میگیرن و ما روی مصرف بنزین مالیات سوبسید میدیم. خب یعنی ببینید چقدر راحت میتونست تهران به بهشت تبدیل بشه، ایران به بهشت تبدیل بشه، ولی ما نخواستیم. چرا؟ نوع تفکر فرق میکنه. خب این از راهی بود. اگر راه عوارض روی راه بگذاریم و اگر این راه، ظرفیت راه محدود باشه، دقیقا تعریف کالای خصوصیه. تعریف کالای عمومی چه بود؟ پس ببینید اینجا کالای خصوصی بود. اول کالای خصوصی رو من با رنگ قرمز، با رنگ سبز که بهترین کالا هست، خدمت شما نشون بدم. این کالای خصوصی
درسته؟ حالا میرم سراغ کالای عمومی. کالای عمومی عکسشه، یعنی نه قابل رقابت در مصرفه و نه قابل رقابت در مصرفه و نه قابل در واقع نه رقابت پذیره و نه استثنا پذیر. مثل چی؟ مثال خیلی خوبی آقای منکیو زده، میگه در یک شهری برای طوفان میان یک سیستم اعلام خطر، آژیر تورنادو میذارن، آژیر تورنادو سایرن. تورنادو سایرن، تورنادو از این گردباد هاست، خیلی وحشتناکه، در یک لحظه شروع میشه، یعنی کلا مثلا در عرض 2 دقیقه میاد شهر رو جارو میکنه میره، هر چی سر راهش، اصلا خونه ماشین همه رو میاره بالا. دقت میکنه اینجا آژیر خطر احتیاج هست. این آژیر خطر رو کسی نمیتونه بگه که آقا من ما افرادی که مالیات ندادن و ما مثلا این آژیر رو به گوششون نمیرسونیم. دقت میفرمایید؟ نه، آژیر داره میذاره، همه استفاده میکنن ازش، همه از اعلام خطر استفاده میکنن. پس قابل استثناء پذیر نیست. و اگر من اعلام خطر رو دریافت کردم، این دریافت من باعث نمیشه که شما اعلام خطر رو دریافت نکنید. پس رقابت ناپذیر، استثناء ناپذیر. مثال دیگه که قبلا در مورد صحبت کردیم نشنال دیفنس است، امنیت ملی، ارتش. و مثال سوم، دقت بفرمایید، اغلب جاده ها در تمام دنیا، جاده هایی که عوارض ندارند و همزمان جاده هایی که ظرفیت مازاد دارند و بسته نیستند، تعطیل نشدند، درست شد؟ پس این نوع جاده برخلاف اون جاده که اونجا صحبت کردیم، این نوع جاده مصداق کالای عمومیه و حتما باید دولت ایجاد کنه. اصلا بخش خصوصی وارد نمیشه اینجا. خب اصلا بخش خصوصی وارد نمیشه. خب دو تا مثال دیگر رو هم بزنیم. مثال سوم، common resources. آخ آخ آخ، اینجا فاجعه مطلق ایجاد میشه. common resources کالایی است که افراد میدوند، مسابقه میدهند که هر کدوم بیشتر از این خانه محدود استفاده کنند. این خانه بیکران نیست، این خانه محدود، یک سفره پهن شده، من بخورم شما نمیخوری، شما بخوری من نمیخورم. دقیق بفهمید، ولی هر کسی میتونه بیاد از این سفره برداشت کنه، از این سفره بخوره. مثل مثلا ماهی ها در اقیانوس. خب مگر چین با اون ناوگان عظیم ماهیگیری، یا ژاپن با ناوگان عظیم ماهیگیری که دارن، این ماهی ها رو وقتی برداشت میکنن، خب بقیه نمیتونن برداشت کنن، ماهی ها بالاخره استفاده میشه دیگه. یا مثلا the environment، آب و هوا، آب، اتمسفر، آلودگی ایجاد بشه، میدونید همه میتونن از این استفاده کنن، همه هم عجله میکنن که حد اکثر استفاده رو ببرن، مثل منابع آب بهترین شه، منابع هوا همه استفاده میکنن، آلودگی ایجاد میکنن. این آلودگی رو اگر ایجاد نکنن عقب افتادن، اگر ایجاد نکنن ثروتشون کم شده. و مثال سومی که باز اینجا میتونیم بزنیم، congested non-toll roads. دقت میکنید؟ جاده ای هست عوارضم نمیپردازن و این جاده الان ممکنه که چی بشه؟ ممکنه که جاده بسته بشه، سر ساعت 5 همه ادارات تعطیل میشه، این جاده پر میشه، بسته میشه. دوستان عزیز، تفاوت اداره جاده از نوع پرایوت گود، کالای خصوصی جاده میتونه کالای خصوصی باشه، یک جاده میتونه کامن ریسورسز باشه، تفاوت اینها در مدیریت شهری چگونه است؟ شما بفرمایید. ما الان میخوام دیگه قسمت 4 هم که بگم تعطیل میکنیم بخش اول کلاس رو. خیلی قشنگیه، اگر بتونید بگید جایزه دارید. یک جاده‌ای داریم پرایوت گوده، کالای خصوصیه، یک جاده دیگه داریم کامن ریسورسز هست. دقت میکنید؟ یک جاده داریم کامن ریسورسز هست، یک جاده داریم منابع مشترکه، یک جاده داریم کالای خصوصیه. خصوصیت مشترک این دوتا چیه؟ هر دوشون الان غرق ترافیک میشوند. هر دوتاشون الان غرق ترافیک میشوند. تفاوت رفتار مردم و تفاوت سیاست گذاری در این دو جاده چگونه هست؟
اقتصاد یعنی اینو، اینا رو ما داریم یاد میگیریم اینجا. نحوه تفکر مدرن اینه. آفرین، ماشاءالله آقای کیخا چه مثالی زد. میگه اتوبان تهران شمال و جاده قدیم چالوس. اتوبان تهران شمال و جاده قدیم چالوس. جاده خصوصی. آفرین آقای میرزایی، ماشاءالله. ببینید آقای میرزایی درست گفت. آقای میرزایی گفتند که وقتی که جاده خصوصیه، وقتی ترافیک میشه، یک مقدار هزینه عوارض رو افزایش میتونه بده. بگه صبح ساعت 6 تا 9 عوارض مثلا برای استفاده از این جاده مثلا 1000 تومنه، بقیه طول روز 500 تومن. یا اصلا رایگانه. ما فقط در زمانی که کانجستد هست، وقتی در زمانی که کانجستد هست کالا خصوصی. خب در زمانی که کانجستد هست کالا خصوصی. اصلا من سودمو از زمانی که ترافیک میاد من سودمو کسب میکنم. خب این کار، این وقتیه که جاده جاده خصوصیه. اگر که عوارضی نبود به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ این قشنگه. عوارض نبود چه میشه؟ عوارض بود آقای میرزایی تونستن معما رو حل کنند. باریکالله باریکالله. آها 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 آقای بزرفان گفتن صف بیشتر بگو آقای بزرفان، تموم نشد. همیشه شلوغه؟ نه نه نه، همیشه شلوغه، یه زمانه شلوغه. ولی آفرین آفرین، رقابت شدید در مصرف ایجاد میشه. باریکله. یعنی چی میشه؟ ببینید شما میدونید ساعت 5 بزرگراه تهران کرج بسته میشه. آفرین آفرین. بازم آقای میرزایی گفتن اگر شما ساعت 4:30 از محل کار خارج شدی، خب جلو میفتی، از گردن رد میشی. اونایی که به ساعت 5 میفتن گرفتار میشن. خب پس ببینید وقتی که common resources میشه، برای همیشه میتونه چی باشه؟ برای همیشه میتونه این نکبتش ما رو بگیره. منابع عمومی برای همیشه نکبت ایجاد خواهد کرد. و برعکس کالای خصوصی راهکاری رو ارائه میده که اتفاقا بسیار موثرتره. و اتفاقا اقتصاددان کسیه که از طریق تغییرات قیمت و سیاست‌های قیمتی تلاش میکنه تلاش میکنه کارایی رو در اقتصاد افزایش بده. در جاده خصوصی همه برنده هستند. دوستان کی میدونه چرا در زمانی که ما جاده خصوصی داریم همه برنده هستند؟ ماشاءالله به شما. نه مازاد ظرفیت نداریم اصلا آقای باباپور، نگفتیم اینجا مازاد ظرفیت داریم. اصلا بخش خصوصی مازاد ظرفیت خیلی وقتا ایجاد نمیکنه. میکنه بعض وقتا ولی نه همیشه. نه همه هم راضی نیستن چون بعضی پول بالاتر دادن. ولی کارایی به مراتب. آفرین آقای باختر. میگه آقای باختر میگن همه زودتر، یه سری افراد ساعت 5 میرن عوارض بالاتر میرن میدن، یه سری افراد ساعت 4:30 میرن عوارض بالاتر نمیدن. چرا به نفع کل اقتصاد این قضیه؟ چرا وقتی قیمت رو گرون میکنی؟ نکته ما اینه. میگن نیولیبرال ها، نیولیبرال ها اینطورن، نیولیبرال ها اونطورن. چرا نیولیبرال ها اگر این اقتصاد، البته منظورشون علم اقتصاد ها، چون سوادشون ندارن و نیت و خیر ندارن، میان انگ میزنن اسم میگذارن. ببینید اتلاف وقت به حد اقل خودش میرسه با این مبلغ مازادی که پرداخت کردی. اتلاف وقت وقتی داری، وقتی به ترافیک میرسی، هزینه ها به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه، آلودگی به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه، هزینه سوخت به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه، اتلاف وقت به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه، سکته در جاده ها به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه، مشکلات روحی و روانی به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه. دقیقا میفرمایید، یعنی به معضلات متعدد فقط به خاطر سوء تدبیر.
آفرین. میگن ترافیک خود جاده خصوصی متناسب هست و بار ترافیکی رو از سایر جاده ها برمی‌داره، یا خیلی وقتا ممکنه بار ترافیک رو به سایر جاده ها انتقال بده، ولی به شدت داره کارایی رو افزایش میده، برای کل اون جامعه بسیار مثبته. خب بریم سراغ نکته آخر. نکته آخر کلاب چی؟ کلاب گودز، کالاهایی که باید شما اشتراک بپذیرید. مثل چی؟ مثالشو گفتم خدمتون، مثلا تلویزیون ماهواره‌ای، مثل تلویزیون کابلی، خب این که مشخصه، مثل فایر پروتکشن. فایر پروتکشن یعنی شما توی ساختمانی میای چی نصب می‌کنی؟ میای مثلا سیستم اطفاء حریق نصب می‌کنی. خب همه کسانی که عضو اون ساختمان از اون سیستم اطفاء حریق استفاده می‌کنن، اگر یه حریقی شد، اینجوری نیست که مثلا اگر این سیستم اطفاء حریق خونه منو خاموش کرد، خونه شما رو خاموش نکنه، یعنی کسی رو منع نکرده. تمام کسانی که در اون ساختمان ساکن هستن از این سیستم اطفاء حریق منتفع خواهند شد. خب بگذاریم بریم سراغ مثال سوم که همیشه بهترین مثال ما هست و اینا رو خیلی خوب نشون میده. Uncongested toll roads. حالا دقیقاً این جاده‌ای که بود، شما یه پولی پرداخت میکنی، جاده‌م بازه، مصرف من مصرف شما رو محدود نکرده، مصرف شما مصرف من رو محدود نکرده. این جاده در واقع دقیقاً نقش اون باشگاه یا اون کلاب رو داره بازی میکنه. خب این جاده نقش اون کلاب یا اون باشگاه. خیلی جالبه نه؟ مثال خیلی قشنگ شد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. نیمه دوم کلاس رو در خدمت شما هستیم و نیمه دوم کلاس رو آغاز میکنیم. در نیمه اول در مورد در واقع 4 نوع کالا صحبت کردیم که نقش خیلی مهمی در اقتصاد تفکیک این کالاها بازی میکنه. به طور مشخص برای هر 4 نوع کالا ما اومدیم مثال یک جاده رو زدیم که آیا این جاده ترافیک داره یا نداره، یعنی کانجستد هست یا نه، ازدحام داره یا نداره، بسته هست یا بسته نیست. این نکته اول بود. و نکته دوم این بود که آیا این جاده عوارض داره یا نداره. حالا مسئله که وجود داره این هست که شما یک جاده دارید که در برخی ساعات روز عوارض، در واقع در برخی از ساعات روز ترافیک شدید داره و در بقیه ساعات روز ترافیک نداره. اگر این جاده در اختیار بخش خصوصی باشه، روی کرده بخش خصوصی چگونه خواهد بود نسبت به این جاده؟ این هم اگر مطرح بفرمایید، پاسخ بفرمایید، ما از این مطلب رد میشیم. به محض اینکه از این نکته رد بشیم، تقریبا ما درسمون رو دادیم و تا انتهای فصل خیلی سریع جلو خواهیم رفت. دقیق بفرمایید. ببینید اینجا هست که بخش خصوصی، یعنی وقتی که به دست نامرئی بازار میسپریم، خیلی خوب عمل میکنه. دقیق میفرمایید روی کردی که نسبت به ساعاتی که ترافیک نداریم بخش خصوصی باید طی کنه، با روی کردی که در ساعات ترافیک باید طی کنه، دقیقا عکس هم دیگه است. در زمانی که ما ترافیک شدید در جاده نداریم، این جاده چه نوع جاده به حساب میاد؟ یعنی این کالا چه نوع کالایی به حساب میاد؟ وقتی ترافیک شدید نداریم، وقتی ترافیک زیاد نیست. نه، نشد دیگه، ناامیدم نکنید دیگه. یک جاده بخش خصوصی احداث کرده، عوارض میگیره، ترافیک شدید نداره، چه نوع کالاست؟ بله کالای باشگاهیه، کلابیه. دقت میکنید؟ در کالای باشگاهی اگر در اختیار بخش خصوصی کالای باشگاهی باشه، بخش خصوصی تمایل داره که مصرف این کالا کم بشه یا زیاد بشه. میخواد شما رو ترغیب کنه بیشتر مصرف کنید یا کمتر مصرف کنید. بیشتر مصرف کنید. خب اگر شما واقعا بخواید که سیاست گذاری کنید به عنوان بخش خصوصی، به عنوان مالک این چیز، به عنوان مالک این جاده، چیکار میکنید؟
اگر ریاست بنیاد مستضعفان بیاد با یک اقتصاددان مثل شما، با بنده که حاضر نیستن اینها مثلا حتی مشاوره بگیرن، اگر از شما میخواست مشاوره بگیره شما چه توصیه میکردید؟ آها، بیشتر بهتر از این آقای باباپور، برو جلوتر. متغیر نمودن عوارض کاملا درست، کاهش قیمت درست، بیشتر از این برید جلوتر. برای ساعت غیر ترافیک چی کار میکنید؟ برای ساعت ترافیک چی کار میکنید؟ برای ساعتی که شلوغه چی کار میکنید؟ نه 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 نه، ببینید شما بخش خصوصی هستید، میخواید حد اکثر درآمد از این داشته باشید، رایگانش نمیکنید هیچ وقت. میخواید حد اکثر درآمد داشته باشید چی کار میکنید دوستان؟ میخواید یه کاری بکنید که فرد ترغیب بشه. اگر قرار هست از تهران بره مثلا به کجا، مثلا بره آمل، باز هم بیاد بندازه از جاده چالوس بره. نه 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 نه، در باشگاه شما چی کار میکنید؟ غیر ترافیک هزینه کمتر و ساعت پروفیت، بله، ولی مهمتر از این، ما بیشتر از این درس دادیم به شما. آفرین آقای حسامی، نزدیک شد، گفت وفاداران، به وفاداران تخفیف میدیم. نه اتفاقا میخواید وفاداران رو برعکس هست، برای ذره بر این وفاداران مسئله اصلی آقای حسامی، شما میخواید وفادار ایجاد کنی. به کی؟ به جاده وفادار باشه، بیشتر استفاده کنه در ساعت غیر ترافیک، حتی از ساعت ترافیک هم. ارزونی بنزین حالا وقتی به این مسئله نداره. دوستان یک کالا داریم که در ساعات ترافیک تبدیل میشه به یک کالای خصوصی، در ساعات غیر ترافیک تبدیل میشه به یک کالای باشگاهی. چه کار کنیم؟ خیلی مشخصه. خب آخرین نفر آقای بزرفکن بفرمان، بعد من توضیح میدم خدمتتون. خب خدا رو شکر وقتی کسی دقیق نمیگه یعنی داریم یک مطلب جدیدی میآموزیم که بسیار مهمه، بسیار مهمه. ببینم آقای بزرگان، آقای حسانی بفرمایند، نکته ما عرض میکنم خدمت، خیلی نزدیک بودیدم ولی نگفتید، خیلی نزدیک بودید ولی نگفتید. آفرین، امتیاز میدیم، نزدیکید نگفتید. تبلیغات نه، افزایش قیمت در پیک، اینو که گفتیم. خب دوستان متوقف، توقف در مورد پیک رو کاملا درست گفتید. در مورد پیک از همه افرادی که در ساعات اوج ترافیک وارد بزرگراه میشن ما مبلغ بیشتری دریافت میکنیم. در مورد سایر ساعات بله مبلغ کمتری دریافت میکنیم، ولی میخوایم افراد رو تشویق کنیم بیشتر تو بزرگراه حضور پیدا کنن. اینکه مبلغ رو کمتر بگیریم بله، بعضیا به جای اینکه ساعت 5 وارد بشن ساعت 4 وارد میشن، ولی ما میخوایم 10 بار در روز وارد این جاده بشه و بره و بیاد، مرتب از این جاده استفاده کنه. چیکار میکنیم؟ حق عضویت دریافت میکنیم، عضویت ماهانه دریافت میکنیم، افراد وفادار رو به جاده میکنیم. وقتی عضویت ماهانه دریافت کنی دقت میکنید، و برای اونایی که عضویت ماهانه دارن در ساعات غیر ترافیک این رو رایگان میکنی، ولی در ساعات ترافیک پولشو میگیری، البته به اندازه بقیه نمیگیری چون بقیه عضویت ندارن، دقت میکنی چی میگم؟ ولی در ساعات ترافیک از همه پول میگیری، اونی که عضویت نداره ازش مثلا 10,000 تومان میگیری، اونی که عضویت داره ازش 2,000 تومان میگیری، ولی مازاد رو میگیری. سعی میکنی اولا از ساعات ترافیک بندازی رو ساعات غیر ترافیک، درسانی سعی میکنی از جاده دیگر جذبش کنی، از همین جاده، از همین اتوبان حرکت کنه، از همین اتوبان بره و بیاد. پس در ساعات غیر ترافیک باشگاهی عمل میکنی، در ساعات ترافیک بخش خصوصی، کالای خصوصی عمل میکنی. آفرین. آره بلیتای روزانه در خیلی مواقع این طورند، بلیتای روزانه در خیلی مواقع این طورند، بله بله بسیار.
نکته خیلی خوبی بود. به هر حال بریم جلوتر. خب از این بعد دیگه کارمون ساده است. من دیگه براتون میخونم تا ببینیم تا کجا میتونیم جلو بریم. تا انتهای فصل هم تقریبا چیز دیگری نداره. همه رو خدمتتون عرض کردم. مهمترین فصل کتابه از نظر مفهومی. بله بله، اصلا اینا به ذهنشون هم نمیرسه، اصلا هم علاقه ندارن بشنون، مرتب هم تخریب میکنند علم رو. خب کالاهای عمومی و منابع مشترک استثناپذیر نیست، مردم را نمیتوان از استفاده آنها منع کرد، به صورت رایگان در دسترس همه است، قیمت ندارد، برونداد خارجی داره. برای کالاهای عمومی برونداد خارجی مثبته، برای منابع مشترک برونداد خارجی منفیه. برای کالاهای عمومی افراد، همه افراد استفاده میکنن، همه منتفع میشن، مثل یک کتابخونه عمومی، مثل یک جاده که عوارض نداره، اینها برونداد مثبت دارن. ولی منابع مشترک افراد، همه افراد تشویق میشن استفاده کنن و آثار خارجی منفی خیلی شدید داره، مثل اینکه در واقع محیط زیست یک نوع منبع مشترکه که وقتی افراد بیشتر و بیشتر از این استفاده میکنن، در واقع آثار خارجی روی همه میذاره، آثار خارجی منفی روی همه میذاره. خب و بله بله، مثلا آقای کیخا گفتم مثلا رفته جاده قدیم رو پر سرعت گیر گذاشته که کسی نره، یعنی به جای این که تشویق کنه که شما از جاده مثلا از اتوبانی که ساخته شده برید، با این روش که خدمت رو عرض کردی، رفته اونجا مطلوبیت منفی ایجاد کرده. عجیب. مثالی زد آقای کیخا. متوجه شدید دوستان؟ آقای کیخا میگه حالا ما مثلا در اتوبان تهران چالوس، اتوبان ساخته شده جاده قدیم هم هست، میخوایم تشویق کنیم بیشتر مردم از اتوبان برن، رفته تو جاده قدیمی رو تخریب کرده، مثلا سرعتی رو گذاشته که افراد تشویق بشن از اتوبان برن. خیلی جای تأسف داره. پس این برونداد یکی از خصوصیتایی است که ما قبلش بهش اشاره نکرده بودیم. در مورد کالاهای عمومی، معمولا وقتی کالاهای عمومی دولت بسازه، یک مقدار زیادی رفاه به همه منتقل میشه، یعنی برونداد خارجی مثبت یا پازیتیو اکسنالیتی داره. در مورد منابع مشترک وقتی افراد استفاده میکنن، یک برونداد خارجی یا نگاتیو اکسنالیتی به همه تحمیل میشه. خب تصمیمات خصوصی در مورد مصرف و تولید می تواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود. در مورد کالای عمومی تصمیم خصوصی اینه که وارد نشود، بنابراین زیرساخت ساخته نمی شود، بنابراین اقتصاد به عقب می افته. در مورد منابع مشترک تصمیم بخش خصوصی اینه که به شدت وارد میشه، به شدت مصرف میکنه، تخصیص ناکارآمد منابع مجددا اتفاق می افته و اقتصاد ضرر میکنه. رفتار بخش خصوصی در هر دو مورد، کالاهای عمومی و منابع مشترک، به تخریب حد اکثری می انجامد، یکی با ساخته نشدن کالای عمومی و دیگری با مصرف بیش از حد منابع مشترک. پس در هر دو مورد دخالت دولت ضروری است. اینجاست که می تواند دخالت دولت می تواند به طور بالقوه رفاه اقتصادی را افزایش دهد. سوال، تا چه حد افزایش می ده؟ پاسخ، تا حد باور نکردنی افزایش میده. یعنی دولت مقتدری که در زمینه کالای عمومی و در زمینه منابع مشترک صاحب حاکمیت هست، صاحب قدرت هست، سطح رفاه در اون جامعه مراتب بالاتر میبره. اصلا افراد مهاجرت میکنن به جاهایی که دولت در زمینه منابع عمومی و در زمینه کالای عمومی اقتدار بالاتری داره. چرا مردم میرن کانادا؟ چرا مردم مهاجرت میکنن به استرالیا؟ چرا مردم مهاجرت میکنن به آمریکا؟ چون در زمینه احداث کالای عمومی و در زمینه در واقع مدیریت منابع مشترک بهتر عمل میکنن. یکی از دوستان عزیز من اخیراً اومده بود از آمریکا و گفتم خب چه خبر؟ گفت که ضرب المثل اونجا هست که همینو میتونم بگم: It's either construction or winter. من زدم تو سر خودم، من تأسف خوردم برای کشور خودم. کشور آمریکایی که بیش از هر کشور دیگری شاید در دنیا جاده داره، راه داره، راه آهن داره، وقتی بعد از 20 سال حداقل، دیگه من آخرین سالی که رفتم اونجا فکر کنم 2016 بوده دیگه، مثلا 5 سال پیش که من رفتم، مثلا احساس نکردم که این حتی 1 کیلومتر جاده اضافه میشه در اینجا ساخت، در این ایالت ساخت.
اون هم ایالتی که مهاجر فرسته نه مهاجر پذیر، یعنی ایالتی که جمعیتش داره کاهش پیدا میکنه. وقتی ازش میپرسم چه خبره، میگه یا زمستونه یا مشغول ساخت زیر ساختند. چند سال دوستان؟ شاید چیز حدود 100 سال این جریان ادامه داره. یا زمستونه یا داره جاده میسازه، راه آهن میسازه، بندر میسازه، دقیقا میکنم کالای عمومی داره میسازه. یا زمستونه یا داره کالای عمومی میسازه. اینه که شما میخوای مهاجرت کنی اونجا، چون کالای عمومی زیاده، چون کالای عمومی در دست رسه، شما بدونی که بچی پرداخت کنی میتونی از این کالای عمومی استفاده کنی. یا either construction or winter، یا either winter or construction. خب این از تفاوت ها. در مورد کالای عمومی ما دوچار مشکل فری رایدرز هستیم. فری رایدرز یعنی مفت سواران، مفت سواری. اینجا یا زمستون، دقیقاً آقای میرزایی، در کشورهایی که توسعه پیدا نمی کنند یا زمستون یا هوا زمستونه یا اینکه کاری انجام نمیشه، رکوده. کاملا درست میفهمید. خب مشکل کالای عمومی مفت سواران هستن، کسانی که منفعت کالایی را دریافت میکنند اما از بهای از پرداخت بهای آن اجتناب میکنند. اصلا دلیل این که افراد خیلی مایل به مهاجرت هستند همین مفت سواری هست. میگن دیگران کاشتند، ما خوردیم، ما میخوریم، دیگران بکارند. درست میفرمایید. اصلا دلیل مهاجرت در بسیاری از نواقع، میگه من برم از اون منابع استفاده کنم، از اون جاده ها استفاده کنم، از اون در واقع چیزهایی که دیگران به وجود آوردن من برم استفاده کنم، استفاده ببرم. البته اونها هم زرنگند، یعنی از مهاجران بیشتر کار میکشند و در نهایت چه کسی برنده است؟ در نهایت اون افرادی که از قبل اونجا بودند برنده این شرایطند. بله، مشکل مفت سواری یا مشکل مفت سوار، البته اینو باید می‌نوشتیم مشکل مفت سواری. کالاهای عمومی استثناپذیر نیستند، مانع عرضه کالا توسط بخش خصوصی، توسط بازار خصوصی، بازار آزاد میشه. پس میرسیم به معضل مارکت فیلیر، شکست بازار. دقیق میفرمایید این شکست بازار به مسئله بسیار اساسی مفهومی داره برای خودش. حالا کسانی که طرفدار بازار آزاد هستند به صورت ایدئولوژیک به بازار آزاد نگاه میکنن، در مقابل شکست بازار اومدن شکست دولت رو مطرح کردند. اما واقعیت اینجاست که اگر شما بپذیرید، من امروز کتاب میخواستم بخونم، یه خاطره جالبی یادم اومد گفتم خدمت شما عرض کنم. من وقتی اومدم ایران معضل تورم رو به مقامات عالی کشور منتقل کردم، جلسه‌ای داشتم با معاون اول رئیس جمهور وقت و خدمتشون توضیح دادم. ایشون یک ماه ما رو پذیرفتن در دفترشون، یعنی به رئیس دفترشون دستور دادن که به صورت خیلی جدی این مبحث مورد توجه قرار بگیره. و من اونجا مطرح کردم که شما باید منابع رو ببرید به سمت ساخت زیر ساخت ها مثل راه آهن. ایشون به درستی یک نکته رو اشاره کرد که درست بود ولی در تأکیدش غلط بود. ایشون گفت آیه سعدوندی، کشور ما مثل کشورهای دیگر نیست. در کشور ما احداث کالای عمومی هزینش بسیار بالاست. راه آهنی که ما میسازیم چند برابر وقتی خواهد شد که بخش خصوصی بخواد این راه آهن رو بسازه، هزینهاش به مراتب بالاتر خواهد رفت. این آقا برداشتش در مورد ایران بود، شاید فقط ایران رو، در ایران کار کرده بود، هرچند خانوادش در تا اونجا که من اطلاع دارم در امریکا زندگی میکردند. این مسئول عالی، بسیار عالی رتبه دولتی، خانوادش در خارج از کشور بودن. اما نکته‌ای که میگفت اتفاقا در امریکا هم قضیه صادق هست، یعنی وقتی بخش دولتی و بخش عمومی مثلا شهرداری میاد یک راه رو میسازه، اتفاقا چند هزینه چند برابر وقتی میشه که بخش خصوصی میخواد اون راه رو بسازه. پس فقط معضل مخصوص ایران نیست، اما نباید اغراق کرد. افرادی که به طور ایدئولوژیک طرفدار نظام بازار هستند، معمولا وقتی میگیم که کالای عمومی به شکست بازار می انجامد، میگن که شکست مارکت فیلیر در مقابل ورسس گورنمنت فیلیر، میگن در مقابل شکست دولت. پس اینها رو متناظر با هم قرار میدهن. شکست بازار، میگن خب شما شکست بازار دارید، ما قبول داریم که بازار اینجا شکست میخوره،
در مقابل چه داریم؟ شکست دولت داریم. شکست دولت. دوستان عزیز، واقعیت اینه که بله، دولت هم شکست دارد، ولی اگر شما انتخاب بخواید داشته باشید در زمینه کالای عمومی، در زمینه کالای عمومی کدام یک از اینا رو شما ترجیح میدهید دوستان؟ شکست دولت رو ترجیح میدهیم. یعنی ترجیح میدیم راه ساخته بشه هرچند گران باشد، تا اینکه اصلا کلن راهی ساخته نشود. اما ترجیح دولت مردان ایران در طی 20 سال گذشته این بوده که کالای عمومی کلن ساخته نشود، که دزدیهی نشود. هر وقت شما کالای عمومی ساختید قطعا مطمئن باشید اختلاس و دزدی هم درش هست، اما نباید اجتناب کرد از احداث کالای عمومی، از احداث زیرساخت نباید. باید سعی کرد کنترل ها رو افزایش داد، باید سعی کرد که دولت رو کارآمدتر و کاراتر کرد، هرچند که می دانیم هیچ وقت به نقطه ایدئال نخواهیم رسید. پس این نقطه رو هم شما حتما مد نظر قرار بدهید. خب با فری رایدرز آشنا شدید، مفهوم فری رایدینگ مفت سواری، با مفهوم در واقع شکست بازار آشنا شدید، با مفهوم شکست دولت آشنا شدید، با ترجیح شکست دولت بر شکست بازار در زمینه کالای عمومی آشنا شدیم. یعنی ما نقش دولت رو حذف نمی کنیم در ایجاد کالای عمومی. در مورد دفاع ملی هم همینطوره. دفاع ملی، وقتی دولت دفاع ملی رو انجام میده خیلی گرانه. شاید اگر بخش خصوصی میخواست دفاع ملی رو انجام بده به مراتب ارزانتر انجام میداد، ولی این دلیل نمیشه که شما ارتش نداشته باشید. این رو دقت بفرمایید. بسیار. دولت میتواند مشکل مفت سوار را برطرف کند اگر مجموع منافع یک کالای عمومی بیش از هزینه های آن باشد. ارائه کالای عمومی. پس ببینید، دولت میدونه که افراد مفت سواری میکنند، ولی خب این مفت سواری رو در اختیار همه قرار میده. مالیات میگیره، از همه مالیات میگیره، کالای عمومی رو به وجود میاره. چرا؟ چون منافعش بیشتر از هزینه هاشه. ما قبول داریم هزینه های ایجاد کالای عمومی توسط دولت از هزینه های ایجاد کالای عمومی ده توسط بخش خصوصی بیشتره، اما اگر منافعش همچنان بیشتر از هزینه های بود که دولت این کالا رو احداث میکنه، باید اقدام به احداث کالای عمومی بکنیم. کالای عمومی رو ارائه بدیم، دولت ارائه بده و بهای اون رو از محل مالیات تأمین کنیم. اگر این اتفاق بیفته، منافع بر هزینه ها میچربد و وضع همه بهبود مییابد. این کل نتیجه گیری است که ما در مورد کالای عمومی داریم. ولی معمولا اینطوره که اگر شما وقتی میاد به یک دولت یک طرح رو ارائه میدی، خیلی وقتا ممکنه بگه که من این رو دوست دارم، مثلا این طرح اسب تروایی که اینجا کشیده رو من دوست دارم، اگر بتوانیم آن را بدون مالیات جدید انجام بدیم. خب طبیعی است که خیلی وقتا میگیم که اصلا مالیاتی گرفته نشه و اون کالا ساخته بشه، ولی در دنیای واقع اینطوری نمیشه. یعنی خیلی وقتا دولتی که خوب کار میکنه، خوب عمل میکنه، اتفاقا مالیات جدیدی دریافت میکنه، اون مالیات رو صرف احداث کالای عمومی جدید میکنه. حالا مشکل ما با دولت‌هایی است که مالیات رو افزایش میده ولی کالای عمومی جدید هم نمیسازد. اینجا مشکل خیلی اساسی میشه. عرض کردم برخی از کالاهای عمومی مهم اولیش دفاع ملی هست. در دفاع ملی کالای عمومی بسیار گران قیمت هست. مثلا بودجه نظامی آمریکا 744 میلیارد دلار در سال 2017 بوده که بسیار مبلغ بالایی هست. پس مهمترین مثال کالای عمومی دفاع ملی است. نکته دوم در مورد کالاهای عمومی تحقیقات پایه است. در تحقیقات پایه در واقع ما سطح دانش عمومی رو بالا میبریم. دانش عمومی در مقابل دانش کاربردی قرار میگیره. در دانش کاربردی دولت میتونه قدرت انحصاری بده به کسی که، به محققی که اون کالا رو به وجود آورده، اون ایده رو خلق کرده. در مورد تحقیقات دو نوع تحقیقات داریم.
یه نوع تحقیقاتی که با ایجاد یک شرایط انحصاری میتونی انگیزه لازم رو برای ایجاد دانش کاربردی ایجاد کنی، به وجود بیاد. سالیان سال است که در واقع ساخت تراشه های کامپیوتری در حال رشده، در حال جلو رفتنه. به نظر شما چرا اینطوره؟ بعد میفهم در همون کالیفرنیا، نمیدونم از دوستان کسی کالیفرنیا رفته؟ دیدی چه وضعیه؟ یعنی کالیفرنیا خیلی وضع عجیبی داره، افتضاح، یعنی از بعضی از جهات واقعا افتضاح. جاده مثلا همه ترافیک و از بعد شهر رو میبینی، مثلا بهترین جا کمون مثلا سیلیکون ولی که باشه که من رفته بودم مثل تهران بود، خیلی تفاوتی با تهران نداشت، اینو دار آلودگی کم بود، آلودگی کمتر بود، ترافیک بود ولی آلودگی نبود. اونم به خاطر اینکه مثلا بالاخره باد خیلی شدیدی میاد و بالاخره شرایط جغرافیایی مقدار بهتر از تهرانه. خب ولی کالای عمومی هم متوقف توقف ساخت کالای عمومی داریم در کالیفرنیا، یعنی کالای عمومی ساخته نمیشه به اون صورت در کالیفرنیا. اما در همون کالیفرنیا شما میبینید مرتب در واقع پیشرفت زندگی بشری از کالیفرنیا، بخش عمده پیشرفت زندگی بشری از کالیفرنیا است. یعنی الان در 10 سال گذشته واقعا کدام تکنولوژی پیشرفت کرده بجز موبایل و کامپیوتر، بجز موبایل و کامپیوتر و اینترنت و اینجور مسائل، که همش کالیفرنیا است، مرکز کالیفرنیا است. چرا جاده نمیسازه ولی بهترین موبایل دنیا رو اونجا میسازه، بیشترین پیشرفت ها رو در زمینه تکنولوژی به وجود میاره؟ دوستان اینو جواب بدید. جاده یک کالای عمومیه، دموکراسی باعث میشه اینها رأی بدن، مرتب هزینه های در واقع مالیات رو اجازه نمیدن افزایش پیدا کنه، در همین فرمایید ترافیک هم افزایش پیدا کرده، پس از یک طرف به خاطر غلبه ذهنیت خصوصی مالیات رو کاهش دادن، بنابراین احداث زیرساخت مثلا مثل میشیگان نیست، مثل ویرجینیا نیست، در کالیفرنیا کاملا متفاوته، مثل بقیه نقاط آمریکا نیست. کالای عمومی داره تضعیف میشه، ولی کالای خصوصی به رشد خودش داره ادامه میده. مرکز پیشران در واقع پیشران تکنولوژی در دنیا، پیشران فناوری در دنیا همون کالیفرنیا که در زمینه ایجاد کالای عمومی داره شکست میخوره. دقیق میفهم، خیلی جالبه. یعنی همون کالیفرنیا که جاده خوب نداره، مثل ایران، مثل تهران دقیقاً، بهترین خونه ها رو شما در تهران میبینید، حتی از بیرون هم مشخص نیست، وارد منازل میشه میبینید چه هزینه هایی شده، ولی از اون طرف میبینید که جای دیگه دچار مشکله. بسیار. اما در مورد تحقیقات پایه اینطور نیست. در تحقیقات پایه در که دانش عمومی رو گسترش میده، اینها لزوماً به ایجاد ثروت نمی انجامند. بنابراین خیلی وقتا افراد انگیزه کافی برای اینکه مثلاً علم ریاضی رو رشد بدهند، علم فیزیک رو رشد بدهند، فیزیک مثلا نمیدونم ذرات پایه رو رشد بدهند، علم مثلا شیمی پایه رو رشد بدهند، نه شیمی کاربردی، یا مثلا اقتصاد رو رشد بدهند، انگیزه کافی وجود نداره. چگونه ممکنه انگیزه کافی ایجاد کرد دوستان؟ یکیش جایزه نوبله که دیروز برنده جدید جایزه نوبل مشخص شد، فردی که یک زمانی در اوج بحران ریاست بانک مرکزی امریکا رو به عهده داشت، آقای بن برنانکی، برنده جایزه نوبل شد و به حق هم برنده جایزه نوبل شد. به حق هم آقای دایموند، آقای برنانکی به حق برنده جایزه نوبل شدند. و من انشالله اگر فرصت باشه میخوام که یک مقداری در مورد این جایزه های در مورد این جایزه نوبل در سخنرانی توضیح بدم، در واقع شاید مسابقه خوبی انجام بدیم و در خدمت شما عزیزان قرار خواهم داد. آره بله. پس یک انگیزه که میتونه ایجاد کنه بلیت بخت آزمایی، جایزه نوبل مثلا در طرف رو قرار بدیم. البته اونقدر هم بخت آزمایی نیست، مثلا $1,000,000 در مقابل زحماتی که اینها میکشند میشه یه خونه دیگه. تازه خیلی وقتا یه قسمتش عمدهش هم اینا میان بخت میکنن و نمیدونم
خرج خیریه میکنند و ولی کسی که جایزه نوبل میگیره از سخنرانی ها درآمد خیلی بالایی داره، یعنی زندگی خیلی خوبی بعد از دریافت جایزه نوبل افراد پیدا میکنن، چون مرتب خیلی همه دلشون میخواد باشون عکس بندازن. دارم میفرمایم هر روز یه جا دعوتن، نهار مجانی، شام مجانی، صبحانه مجانی، هتل مجانی، بهترین هتل، و برای سخنرانی ها پولای خیلی خوب میدن. برای افراد هم صرف داره دیگه، میگن این فرد مشهوره، برنده جایزه نوبل، ما دعوتش میکنیم $1,000، $5,000، $10,000 بهش میدیم. خب این فرد هم در یک سال همینا رو جمع بکنه مثلا چند صد هزار دلار میشه دیگه. یعنی اون $1,000,000 اینقدر چیزی نداره که بالاخره در واقع یک تشویق جانبی داره. اما در اکثر اوقات دولت میاد برای پیشبرد علوم پایه یارانه قرار میده. بخش عمومی باید پرداخت کنه. حالا مشکلش چیه دوستان؟ مشکلش اینه که یک آقای میاد میره مثلا به دولت مراجعه میکنه، مثلا National Science Foundation. اتفاقا من یکی از اساتید من رفت اونجا شد مسئول در واقع بخش اقتصاد National Science Foundation در امریکا. اونجا میان چیکار میکنن؟ یه سری پروپوزال میدن، میگن ما در زمینه اقتصاد میخوایم فلان کار رو انجام بدیم، انقدر بودجه میخوایم که مثلا فلان طرح رو جلو ببریم، این مورد نیاز کشوره. آیا واقعا مورد نیاز کشوره؟ یا میگن نه فقط نیاز کشور، میگن علم این توسعه میده. آیا واقعا این پروپوزالی که دادن علم توسعه میده؟ اولا دولت خیلی ضعیفه در تشخیص این که واقعا این طرحهای مختلفه بخواد با هم دیگه مقایسه کنه، خیلی دولت دچار مشکل میشه. و در مورد مبلغ هم خیلی دچار مشکل میشه. اون افرادی که در دانشگاه اساتیدی که خیلی مورد اقبال هستند، اساتیدی هستن که تونستن طرحهای چند صد هزار دلاری بگیرن از دولت. یعنی تونستن دولت رو قانع کنند که یک مبلغ گنده ای رو، یه مبلغ بزرگی رو در اختیار اینا قرار بده که اینا تحقیق کنند. و خیلی وقتا این مبالغ در واقع پخش میشه بین دوستان و آشنایان و اینها. یعنی واقعا اون تحقیق اینقدر ارزش نداشته. 100 هزار دلارش واقعا خرج میشه، 500 هزار دلار دیگه‌اش در واقع به یک نحوی خورده میشه. به یک نحوی صرف مثلا به دانشجوی دکترا میرسه، نمیدونم به ریسرچرا میرسه. صرف ابهت مثلا اون استاد میشه، صرف راحتی زندگی اون استاد میشه. بگذاریم. خب برنامه های ضد فقر کاله عمومی خیلی مهمه. همه افراد دلش میخواد در یک شهری، در یک کشوری زندگی کنن که فقیر نداشته باشه. فقر بحران های اجتماعی به همراه میاره، ولی سیستم های رفاهی رو، سیستم برنامه های ضد فقر رو افراد خصوصی نمیتونن اداره کنن. تا حالا موفق نبوده. باید سیستم رفاهی داشته باشه. مثلا سیستم رفاهی، مثلا یک مثالی که نام برده Temporary Assistant for Needy Families Program یا TANF. خب یک سیستمی که به طور موقت به افرادی که نیازمند هستن کمک میکنه. یا SNAP که سیستمی هست که در واقع کوپن غذا در اختیار افراد قرار میده، درآمد خیلی اندکی رو در اختیار افراد قرار میده. اینجا نوشته Supplemental Nutrition Assistance Program. این میاد در واقع یه سری کوپن غذایی در اختیار افراد قرار میده، پرداخت یارانه برای خرید مواد غذایی برای افراد کم درآمد. پس در مورد سیاست فقر زدایی در واقع یک کالای عمومی به وجود میاره. کشوری که موفق تر هست در این سیاست های فقر زدایی موفق تره، و من عرض کردم خدمتون که آخرش به Universal Basic Income خواهد رسید. به باور بنده برنامه های مسکن دولتی که سرپناه ارزان در اختیار افراد قرار میده یکی دیگه از این سیاست هاست که اتفاقا میتونه در برخی از اوقات میتونه کمک کنه. یعنی مثلا شهری که همه ثروتمندن، اتفاقا به نفعشونه که یک سری مسکن ارزان قیمت به وجود بیاورند که کارگرانی برن در اون مساکن، در اون املاک ارزان قیمت زندگی بکنن که به اینها سرویس خوب بدهند. دقیق میفرمایید، یعنی اصلا به نفع خود ثروتمندانه. مثلا الان شمال شهر تهران، اگر در وسط این شمال شهر تهران یک جزیره وجود داشت که فقرا زندگی میکردن، به نفع ثروتمندان بود. چرا دوستان؟ مثلا لندن محله ثروتمندنشین و محله فقیرنشین به اون صورتی که بگیم شمال شهر و جنوب شهر نداره. در همه شهر مناطق ثروتمندنشین هست، جزایر ثروتمندنشین هست که دور اون جزایر ثروتمندنشین و قشر متوسط و فقیر جامعه زندگی می کنند. چرا این شهر لندن بهتر از شهر تهران است دوستان؟
من الان تمام میکنم، میدونم خسته شد، به خاطر اینکه اون فقرا میتونن سرویس رو راحت تر، چون نزدیک هستن، میتونن سرویس ها رو راحت تر در اختیار ثروتمندان قرار بدن. ثروتمندان اون سرویس ها رو دریافت میکنن، در حالی که در تهران ثروتمند سرویس ها رو دریافت نمیکنه. خیلی وقتا پولش رو میبره خارج از کشور خرج میکنه. دقیق میفرمایید؟ بنابراین هر دو طرف منتفع میشوند، هم ثروتمند منتفع میشه، هم افراد فقیر جامعه منتفع میشن. یه مثال بسیار جالبی که در مورد پابلیک گود هست، مثال کلاسیک خیلی جالب، فانوس‌های دریایی است. فانوس‌های دریایی یک جایی رو مکان خاص رو نشانه گذاری میکنه، کشتی‌ها متوجه میشن که این مثلا نزدیک نشه، مثلا اینجا صخره است، مثلا اینجا جزیره است، اگر نزدیک بشن میرن توی صخره‌ها و آسیب میبینن. بنابراین آب‌های خطرناک رو یا آب‌های مثلا کم عمق رو میاد نشان گذاری میکنه، کشتی‌ها متوجه میشن. فایده‌اش به کی میرسه؟ فایده‌اش به ناخدای کشتی، به مالک کشتی میرسه. اگر که این چیز چراغ روشن باشه همه منتفع میشن، هم استثنا ناپذیره هم رقابت ناپذیره. پس هیچ اساسی نیست بهاشو بپردازه، سواری مجانیه. پس باید دولت ها بیان فانوس دریایی رو بسازن. اما خیلی جالبه دوستان عزیز، یک مثال جالبی که در این زمینه داریم که شما فکر کنید ببینید میشه آیا کالای عمومی رو به کالای خصوصی تبدیل کرد یا نه. ببینید در انگلستان قرن 19 این اتفاق افتاده، یعنی فانوس دریایی خصوصی شده یا به کالای خصوصی نزدیک شده. چگونه؟ در سواحل انگلستان در قرن 19 هم هزینه فانوس های دریایی رو که مالکیت خصوصی داشتن صاحبان بنادر مجاور تأمین میکردن، یعنی بندر هم خصوصی بود. این بندر خصوصی برای اینکه کشتی ها رو جذب کنه که وارد این بندر بشن، رفت آمد داشته باشن، حاضر بود هزینه اون فانوس دریایی رو بپردازه. پس بنابراین فانوس های دریایی در اطراف بنادر مهم خصوصی بودن نه دولتی. مثال بسیار جالب که انگیزه جدیدی مطرح شده که در این انگیزه جدید یک کالایی که اصلا کسی تصور نمیکنه که این کالا بتونه به کالای خصوصی تبدیل بشه، میبینیم با تغییر ساختار حقوقی تبدیل به کالای خصوصی میشه. پس ببینید چقدر قشنگ میشه اگر اقتصاددان فکر کنه، چقدر راحت میتونه در واقع سطح معیشت و سطح کارهای اقتصاد رو به شدت افزایش بده. اگر صاحبه، حالا سوال، فرض کنید که اطراف بندر فانوس دریایی ساختن، بالاخره فانوس دریایی هزینه داره، حداقل در اون زمان هزینه روغن داشته، یعنی باید روغن رو میسوزوندن، مرتب باید آتیش اونجا بوده، باید مرتب روغن رو میسوزوندن، هزینه جاری داشته. فرض کنید که صاحب بندر یه زمانی میگه آقای فانوس دریایی تو فانوس ساختی، به من چه، من پولش رو نمیدم. خب چه اتفاقی میافتاده اگر صاحب بندر پول فانوس رو نمیداده؟ خیلی راحت ببینید، پس این گیم کار میکنه، این بازی کار میکنه، این ساختار حقوقی داره کار میکنه. اگر صاحب بندر پرداخت نمیکرد، احسن، صاحب فانوس دریایی چراغ خاموش میکرد. به محض اینکه صاحب چراغ دریایی فانوس خاموش میکرد، کشتی‌ها دیگه نمیرفتن به سمت بندر، چون نگران بودن که به صخره بخورن. دقیقاً میفرمایید؟ یعنی به محض اینکه این قضیه میافتاد، اتفاق میافتاد، رونق اون بندر به شدت دستخوش تحول میشد. پس آیا فانوس دریایی یک کالای عمومی است؟ تصمیم بگیرید که آیا چیزی که کالای عمومی هست یا نیست. برای اینکه این مسئله رو تعیین کنید، باید دقیقاً ببینید ذینفع اون فانوس چه کسی است. تا وقتی که دوستان چه تفاوتی کرد در ذینفع فانوس که فانوس از یک کالای عمومی تبدیل شد به یک کالای خصوصی؟ اینجا در مورد این فانوس بفرمایید، بعد در زندگیتون برید ببینید چگونه ممکنه که ما در واقع معضل کالای عمومی رو از طریق بخش خصوصی حل کنیم. احسنت. از در واقع زینفع قبلا مالک و کاپیتان کشتی زینفع کالای عمومی بود، حالا تبدیل شد، زینفع کالای عمومی شد صاحب بندر. صاحب بندر منتفع میشه از این فانوس دریایی و اصلا توجه نداره دیگه که آیا مثلا بقیه افراد استفاده میکنند یا نه. آیا این کالا استثناء پذیر هست؟ به نظر شما آیا استثناء پذیر هست یا نه؟ آیا استثناء پذیره؟ آها،
در مثال بندر و فانوس در مثال قرن 19 هم در انگلستان، آیا اون فانوس دریای استثناپذیر بوده یا نبوده؟ به عبارت دیگه، آیا مالک احسنت وقتی خاموش میتونه بکنه، یعنی مستثنا کرده افراد رو از استفاده از این کالایی که قبلا و در همه جا به جز انگلستان قرن 19 به عنوان کالای عمومی به حساب می اومده، پس میتونه مستثنا بکنه. به نظر شما چه کسی رو مستثنا کرده که تونسته در واقع پول خودشو دریافت کنه، هزینه خودشو دریافت کنه؟ به نظر شما چه کسی رو مستثنا کرده؟ نه وقتی خاموش میکنه کیو داره تنبیه میکنه؟ بله ناخودآرم تنبیه کرده، مالک کشتی هم تنبیه کرده، ولی بنای در واقع انگیزش این نیست که در واقع ناخودآرا رو تنبیه کنه، انگیزش اینه که صاحب بنده رو تنبیه کنه، انگیزش اینه که صاحب بنده رو از خدمات خودش مستثنا کنه. پس یک کالای عمومی در این شرایط تبدیل شد به یک کالای استثناپذیر، کاملا تغییر ماهیت داد، چون زینف کالای عمومی تغییر کرد. و البته مشکل مفت سواری همیشه ممکنه پابرجا باشه، در این مورد خاص مالک بندر مفت سواری نخواهد کرد، دقیق میفرمایید، ولی صاحبان کشتی مفت سواری خواهند داشت. خب دوستان عزیز، وقت ما گذشت، از شما سپاسگزارم که تا این وقت شب تحمل کردید و در کلاس حضور داشتید. تا جلسه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.